بینندگان عزیز با سلام به شما و اینکه امروز این برنامه سربی با مردم رو از رادیو تلویزیون مردم میشنوید و تماشا میکنید. چرا گفتم رادیو تلویزیون؟ چون والا دیدم این روزا همه رادیوها تلویزیونن، همه تلویزیونها رادیوان، رادیوها نشریه هستن، نشریه‌ها قاطی شده. خلاصه روزگار غریبی است نازنین. گفت با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم. نمیدونم این شعر مالکیه، ولی یادم میاد که توی تبلیغات زمان شاه استفاده میکردن برای تلویزیون. یادتونه تلویزیون شاب لورنس؟ حالا نمیشد یه اسمی بذارن که ایرانی باشه ما یاد بگیریم. تلویزیون بلاپونت. و بلاپونت، من اولا فکر کردم بلو پوینته، ولی بعدا نگو که این فکر کنم فرانسوی ها به سفید میگن بلا، نمیدونم والا روزگار غریبیست. در هر صورت دوستان اگر امروز میبینید که ما اینجا تصویر نداریم اصلا ناراحت نباشید، یک بار دیگه این دوربین ما دوچار اشکال شده و تا زمانی که دوستان محبت نکنند و به اصطلاح حمایت نکنند و دوربینی نتونیم تهیه کنیم، همینجوری خوشحال باشید که ما رو نمیبینید. گفت که ما رو نمیبینی خوشحالی؟ گفت آره به خدا خیلی زیاد. بعد گفت نه 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 اشتباه کردم، منظورم این بود که نه بابا دوست دارم ببینم. ضمناً این زیر می‌نویسیم که شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، از هر گروه و سازمانی که باشید، بالا پایین چپ راست و موافق مخالف، دیندار و بیدین. در هر صورت روز دوشنبه آقای بابک هروی خبربین دوست نازنینمون آمد و در رابطه با آقای رضا مشایخی پسر پاسدار سابق آقای امان الله مشایخی صحبت کردند و آقای رضا مشایخی برای من نوشتن که آقای بابک هروی درست میگه که این هر دو خط یکی هست، ولی چیزی رو که ایشون نمیدونه و من هم نمیدونستم اینه که اولا اونجایی که نوشتن امدادگر، میگه توی ایران الان دیگه به زندانی ها نمیگن زندانی، میگن مددجو، و به زندانبان و مامورین زندان میگن امدادگر. گفتم بهتون دوستان خیلی از ایران بیرون وای نسین، حرف زدنم یادمون میره. بفرما حالا تا اون موقعی که ما میگفتن امدادگر منظور کسی بود که بدون حقوق میره به کسی کمکی مددی میرسونه. اجازه بدید من این صفحه فیسبوک رو هم درست کنم. شما دوستان که همت نمی کنید همه کارها رو خودمون باید انجام بدیم، و اما میریم روی صفحه شخصی پارسا سربی و می نویسیم شعر. میگه با کی میخوای شعر کنی؟ چرا؟ میگیم آقا بابا ما میخوایم با تلویزیون مردم، این همه سال داریم زحمت میکشیم، میخوایم اونجا شعر کنیم. سربی با مردم، و امروز هم هست 28 جون 2017. کجا هستیم؟ USA. و وبسایتمون هم می‌نویسیم مردم tv.com. شما هم گاهی وقتی تماشا کنید و نظراتتون رو بگید. ما این رو ارسال کردیم الان رو تلویزیون، رو صفحه تلویزیون مردم هم دوستان میتونن ببینه. بله آقای رضا مشایخی، من بهشون نوشتم که چون آقای بابک هروی درباره شما صحبت کرده، اگر ویدیویی درست کنی برای من ارسال کنی، من در برنامه در موردش صحبت میکنم و پس از برنامه خودم پخش میکنم. تا امروز ویدیویی نرسیده، ولی توضیحات ایشون اینه. میگه وقتی که در زندان هستید اونها برای شما نامه مینویسن، یعنی انگار که شما سواد نداری، دست نداری، قلم نداری، و اونها شدن قیم شما، اونها برای شما. این دوست همشهریمون هم هر چی میگیم تو رو خدا، تو رو هر چی دوست داری اول مقاله، خبر، ویدیو رو بخون ببین تا آخرش، بعد برای ما بفرست. والا نمیدونم به چه زبونی بگیم.
وقتی هم میگیم دوستان دیگه ناراحت میشن، اونایی که روزی دوتا ایمیل میفرستن دیگه نمیفرستن، ولی این دوستانی که روزی 270 تا میفرستن بازم میفرستن. آقا همشهری کاکو جون، آخه این که نشد که شما هر چی تو وایس آف امریکا و بی بی سی هست زرتی برای من لینکشو بفرستی. خود من صبح زودتر از شما نگاه میکنم اینا رو. این درست نیست. یه وقت یه موضوعی رو شما میفرستی میگی من اینو خوندم به نظرم کاملا درست میگه، یا میفرستی میگی که اینو خوندم با بخشی از این موافقم با بخشش مخالفم، سوربی نظر تو چیه؟ ما چه میخوایم یاد بگیریم خدایا؟ ما پیر شدیم و این عکسای قدیم خودم رو که نگاه میکنم از خودم خجالت میکشم. والا ما جوان بودیم آمدیم با شما دوست شدیم، 20 سال گذشت ما رو داغون کردی، یعنی زبونمون مو در آورد و نمیدونم چی تو مغز ما هست که آقا اگه یکی یه چیزی درست میگه اولا ازش ناراحت نشی. من اون روز برای دوستم نوشتم که من اینو برای شما برای برنامه میگم، منظورم شمای تنها نیستی، لطفا ناراحت نشی. یا بعدم میبینم ناراحت شده ایشون دیگه نمیفرسته. خب حالا شما ایمیل نفرستی، من که اینجا از امروز مجبور نمیشم با پای برهنه بخوابم، همیشه با پای برهنه میخوابیدم، یا مجبور نمیشم از امشب کفش بپوشم. من نمیفهمم این چیه تو مغز ما. اینقدر میگیم آقا ما انتقاد پذیریم، ما اصلا این حرف ما دموکراسی اصلا زاییده شدیم، آمدیم دنیای گفتیم دموکراسی دموکراسی، دروغ میگیم. در از صورت چهارشنبه 28 جون سال 2017 میلادی، ممنونم از همین همشهری که اون روز گفت آقا امروز هم تاریخ رو اشتباه نوشتی. بذار ببینیم امروز درست نوشتیم June 28, 2017. بله اینجا میگه June 28. بذارید اینجا هم براتون بیاریم که نوشته باشه چهارشنبه. اینم چهارشنبه، بفرمایید درست شد. چهارشنبه هفتم تیر، هفته تیر یادتون میاد تو ایران چه اتفاقی افتاد؟ یه صفحه هست این آقای اسمش یادم رفته، کیهان، خدایا چرا پیر شدیم ما. بله در صورت کیهان انوشیروان کیهان یا هم چیزی، این روزهای به اصطلاح ایران، روزهای مهم ایران رو در یه جایی به نام این می نویش تاریخ ایران، آها تاریخ ایرانیان در این روز. بله نوشیروان کیهانی زاده، عجب درست گفتم ها. گفت آقا دو تا اشتباه کردیم، به ما بده 18 تا بریم. اسم این آقا هست دکتر نوشیروان کیهانی زاده، یه وبسایتی رو سالهای سال دارن درست میکنن و روزها رو مینویسن که مثلا در 100 سال 30 سال 50 سال گذشته در چنین روزی در ایران چه گذشت. اجازه بدین من از دوستی که دیروز مبلغ قابل توجهی رو به اصطلاح حمایت کردن و فرستادن تشکر کنم و بریم این صفحه ببینیم در چنین روزی چه گذشته. پناهنده شدن امپراتور شکست خورده هند به ایران. دوستان دیشب داشتم یه برنامه رو راجع به چین میدیدم. ما چقدر مزخرف میگیم ایرانیا، ما اولین حکومت بودیم، ما اولین فلان بودیم، ما اولین آدمای نادان بودیم، ما اینو درست میگیم. اصلا راجع به چین که صحبت میکنه آدم شاخ در میاره از تعجب. برید نگاه کنید این فیلم داکیومنتری یا مستند چین رو. در صورت 28 ژوئن سال 1540 میلادی به دربار قزوین پایتخت آن زمان، بیچاره کجا هم رفته پناهنده شده، خدا رحمش کن. در صورت بعدش روزی که قائم مقام در باغ نگارستان اعدام شد، عجب عجب. پیام ترومن و نهرو به مصدق، اخطار دکتر مصدق به سازمان ملل، حمایت نظامیان از برنامه‌های مصدق، نگرانی واشنگتن از تحریک مسکو، راهپیمایی و تظاهرات مسالمت آمیز، نوعی پیام گروهی و انتقال خواست انتقاد، شکایت و ابراز نارضایتی است. 28 ژوئن یا
بله همین امروز هفتم تیر ماه 1357 و سال انقلاب به دعوت وقت وزیر وقت آموزش پرورش 27 روزنامه نگار اندیشمند در تالار این وزارتخانه گرد آمدند تا درباره مسئله روز راهپیمایی ها و تظاهرات که تا آن زمان متناوب و عمدتاً مسالمت آمیز بود بحث و اعلام نظر شود. ماحصل این مذاکرات 4 ساعته این بود که راهپیمایی اجتماعات و تظاهرات مسالمت آمیز و بی‌زیان حکایت از مسائلی دارد و نوعی پیام گروهی و انتقاد شکایت و ابراز نارضایتی است و اگر به پیام خواست و انتظار آن گروه توجه فوری نشود تظاهرات تدریجا به شورش و بله حالا میایم پایین‌تر. سال روز کشته شدن 72 تن از برجستگان، این معامله 72 تن هم خیلی خوبه، اگه 80 تن کشته شده باشن یه 80شو تخفیف میدن که بشه 72 تا ماجرای همون برنامه صحرای کربلا و دیگه خودشون میدونید اون پیش بیاد. ولی من نمیدونم چرا اون هفتم تیر فکر کنم یک درگیری هم پیش آمد. در صورت بدونید که هر کسی از زن خود شد یار من، اون دوست داره آقای نوشیروان کیهانی از اینجا نگاه کنه، شما از اونجا نگاه کنید، شما بفرستید ما هم پخش میکنیم. ممنون و متشکرم. ما هنوز منتظر آقای مکس قلمی و آقای علی ترابی هستیم که بیان درباره مسیح و مسیحیت صحبت کنن و ما هم انتقادات ساده و چی میگن بیشیله پیله خودمون رو از این دوستان بپرسیم، ولی نیامدن، اعلام آمادگی نکردن. در رابطه با علی ترابی عزیز امروز پیامی گذاشته بود که آقا درباره اینشورنس، علی جان اگه درباره اینشورنس یا بیمه ماشین به عنوان یه متخصص، یعنی کسی که وارده، میخوای بپرسی. من سالها پیش تو این کار بودم و الان اطلاعاتم اونجوری که باید شاید بروز نیست، ولی اگر به صورت یه همشهری، یه شهروند آمریکا میخوای بپرسی در خدمتت هستم. ضمناً یادت باشه شرایط بیمه توی ویرجینیا با شرایط بیمه تو کالیفرنیا فرق میکنه. مثلا تو ویرجینیا ما وقتی ماشین داریم و بیمه داریم مجبور نیستیم کارت بیمه‌مون همراهمون باشه توی ماشین، چون پلیس خودش تا میزنه میدونه داری نداری، جریمه رو بهت میده. ولی دیدم تو شهرهای دیگه میگه که رجیستریشن یعنی همون برگ شناسایی ماشین، گواهینامه یعنی برگ شناسایی خودت و کارت بیمه باید بدی. در صورت شما بهتره با دوستان ایرانی که در کالیفرنیا هستن صحبت کنی و حداقل حتی از لحاظ پولی اگه مشکل داری اون مینیمم ریکوایرمنت یعنی حداقلی که لازم هست و قانون بهت میگه مجبورت میکنه داشته باشی. خود من با وجودی که راننده بسیار خوبی هستم، خانم من راننده بسیار خوبی هست و هیچ وقت تیکت نداشتیم در این 30 سالی که اینجا هستیم. ایرانم وقتی ما بودیم حرفی از تیکت میکت نبود. با همه اینها اینجا 25,000 دلار بیمه میخواد، من 100,000 دلار و 300,000 دلار خریدم. باور کن بعضی وقتا تفاوتش میشه ماهی 3 دلار، ماهی 4 دلار. برای من ماهی آبجو کمتر، برای نمیدونم دوستان دیگه ماهی قهوه و چایی کمتر، ولی بیمه‌ای که داریم دیگه اگر خدای نکرده تصادف کردیم یکی نمیاد کت شلوارمونم به اصطلاح شکایت کنه از برمون در بیاره. اینم از این ماجرا. و اما درباره آقای رضا مشایخی یه بار دیگه بگم که ایشون گفته که اون خط که خط به اصطلاح نامه من و پدرم هر دو یکی هست، آقای بابک هروی دلیلش اینه که ما اونجا زندانی یا مددجو بودیم، اون مددگر یا امدادگر یا زندانبان اون برای ما می نویسه. و درباره اثر انگشت و اینها هم
خب دیگه حالا وقتی اثر انگوش رو کاغذ زدن و کپی گرفتن و اینها، من و شما هم که دستگاهی نداریم که این خط و خطوط خوب نشون بده و خدا میدونه حالا هم اونجا هم سیستم اونجا چجوری بوده بمانه. در هر صورت این من وظیفه خودم دونستم که درباره آقای رضا مشایخی بگم، ولی با همه اینها اگر ایشون خودش یه ویدیویی درست کنه 10 دقیقه 15 دقیقه، من اون رو هر وقتی به دستم برسه در برنامه بعدی اعلام میکنم و بعد از برنامه زنده پخش میکنم. و اما بهتون گفتم رادیو تلویزیون مردم، و امروز دنبال یکی از این دوستانی که برنامه رادیویی داره میگشتم و دیدم اسمش رو تیکه تیکه نوشته، حتما شما هم دیدید، مثلا اسم یکی مریم هست، مینویسه مریم فاصله میذاره. آقا من نمیدونم ما ایرانی ها این مرضا رو از کجا گرفتیم، اصلا شدیم متخصص درست کردن امراض بی درمان. ضمن تا امروز که الان باهاتون صحبت میکنم ساعت 2:16 چهارشنبه، خبری از آقای دکتر افشارها ندارم، ولی ایشون توی برنامه جمعه هفته گذشته پیامی که گذاشتند و ما هم پخش کردیم، گفتن که از هفته آینده یعنی از پس فردا جمعه ساعت 3 با شما خواهند بود. و درباره رادیو تلویزیونای ببخشید در رابطه با تبلیغاتی که در رادیو تلویزیون در دوره شاه پخش میشد و اینکه چجوری رو مغز ما اثر میذاشت و واقعا به یاد موند، حالا همش هم اون ای بابا ای خانم ای آقا دستمال من حریره و نمیدونم چی پنیره و اینها نبود، آدامس خروس نشان و پلوپز توشیبا و تلویزیون شاب لورنس و بگید دیگه. یه تبلیغی یه عکسی این دوست ما آقای پتیک برای من فرستاده از برج ایفل، من اینو به شما نشون میدم و ماجرای کلکل خودم رو با این برای شما نقل میکنم. اجازه بدید اول پیداش کنم. میگه که پتیک، نوشته کاگو جون سلام، این هم ایفل کوچک در گلندن کالیفرنیا. حالا من چون قبلا عکسای منظره ایشون رو دیدم، فکر کنم این توی خونش هست و یا آلاچیقه دیگه، نه وقتا تو ایران این چیزا رو درست میکردن روش درخت انگور رو میکشوندن به اصطلاح میآوردن و شاخه هاشو پهن میکردن که ازش یک سایبان هم خنک هم زیبا و این انگورها هم آویزون میشد خیلی قشنگ. حالا آقای پتیک به جای درخت انگور آمده این برج ایفل رو آویزون کرده. بنده تا اینو دیدم بهش گفتم که شما خیلی زرنگ هستی و من رو یاد اون تبلیغی انداختی که خانمه به شوهرش که اصفهانی بود داشت نق میزد که منو تو خونه اسیر کردی، همه زناشونو میبرن دور دنیا و آقای چون اصفهانی باهوش و زیرک بود گفت اصلا نگران نباش، اگر نمیدونم مردم خانمشونو ببرن دوتا کشور و اینها، من امروز همه جهان رو آوردم اینجا. و در تلویزیون شاب لورنس رو باز کرد و نشون داد و خلاصه دعوا به خوشی تموم شد. من امروز به پتیک گفتم که خب ببین شما اینجوری میتونی به همسرت بگی ببین عزیزم اگه هر کسی 2 سالی 3 سالی یه بار میره برج ایفل رو میبینه، شما اینجا هر روز هر شب این چراغاری که من روشن میکنم برج ایفل رو میتونی ببینی بدون توی صف وایستادن، بدون نگران بودن از کشته شدن و منفجر شدن توسط تروریست ها. وقتی من اینو گفتم آقای پتیک ذوق هنریشو هوش سرشارش هم دست به دست هم داد و گفت که بله من یادمه و ما موقع چون هیچ مشغولیاتی نداشتیم این چیزا رو خوب یاد می گرفتیم، این تبلیغا و اینها رو به اصطلاح همینجوری تو ذهنمون مونده. البته یه دلیلش هم اینه که پتیک جان بچه بودیم
و به عربی میگن که العلم فی الصغر النقش فی الحجر، یه هم چیزی که یعنی علم و دانشی که در بچگی ایجاد میشه مثل نقشی که روی سنگ میمونه. حالا به فارسی من نمیدونم اینو شعری براش گفتن یا نه، ولی بیاین با هم بشینیم پای صحبت پتیک و یادآور این تبلیغ شاب لورنس بشیم. من فکر کنم این 50 سال پیش بوده، اون موقع من 10 یا 11 سالم بوده. با هم بشنویم. پاکو جون سلام. من اکثر تبلیغ های قدیم رو حالا هم یاد دارم. از زور نداشتن تفریحات سالم فقط به تلویزیون رو می آوردیم. این هم قسمتی از تبلیغ شاب لورنس. میگه تو نگفتی که منو کنار دریا میبری این ور اون ور میبری ها؟ کسی که بچه داره دو شوهر داره این ور اون ور میبره کنار دریا میبره. اگه دندان رو جیگر بذاری دنیا رو میارم تو کنه. میگی نه نگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون. شاب لورنس همون است که میخواستی؟ شاب لورنس یه دنیا ساسی راستی. اگه اسمون ما نصف جهونه است شاب لورنس خودش همه جهونه. شادی. ممنون، خیلی ممنون آقا. همین که لبخندی به لب ما میاری تو این دنیای عصبانی و عجیب، ازت ممنون و متشکرم و به قول معروف پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. در رابطه با اون ضرب المثل عربی صحبت کردم، اجازه بدید من از دو تا دوست تشکر کنم. یه دوستی ما داریم در خلیج، منطقه خلیج فارس و این کشورهای عربی، و ایشون دوشنبه تا دوشنبه تا حالا 9 تا برنامه در رابطه با عقل بشر برای ما فرستاده و ممنونم. یه دوست دیگه ای گفت آقا این دوست شما که در کشورهای عربی هست من میخوام یک کادویی بهشون بدم. گفتیم کادو خب بهشون بده دیگه. گفت نه برای شما میفرستم. گفتیم خب بفرست دیگه، اگه خوب بود خودمون ور میداریم کش میریم، اگه خیلی خوب نبود به ایشون میدیم. شوخی میکنم، یک کتابی برای من ایشون فرستاده و این کتاب در 16 چپتر یا 16 قسمت فرستادن. البته تا امروز 16 تا یا 13 تا یا 14 تاش اومده و من قراره هم خودم بخونم هم به شما نشون بدم هم روی اینترنت بذارم و هم نظر خودم رو در این باره بگم. میدونید دیگه آدم وقتی یه چیزی میرسه دستش فوری سعی میکنه ورق بزنه از صفحه اول تا آخر. دیدم اولش توی عراق و کربلا و این برور شروع شده و آخرش دیدم که اون یادتونه ایام عید این معلمای نادان، معلمای ظالم به ما میگفتن از کتاب رونویسی کنید، بعضی هاشون میگفتن نقاشی هارم بکش. خب حالا ما میتونیم بگیم خیلی ممنون چوب معلم گل و هر کی نخورده خل، و یا شما این کار کردی من نقاشیم خوب شد، یا شما این کار کردی من دست خطم خوب شد، ولی چقدر فوش خوار مادر دادیم تو این 13 روز به اون معلم ها، شاید هم یه جوری حقشون. دیدم ایشون دفتر اون رونویسی کتابش رو هم خیلی عکس قشنگ گرفته و منظم فرستاده و بی صبرانه منتظرم که این بیاد. بیا این آقای علی ترابی دوست ما به جایی که 2 دقیقه 3 دقیقه زودتر بیاد اینجا آب و جارو و چای دم کنه، صدا بزنه بگه مرشد بیا اینجا، رفته بازیگوشی، حالا اومده میگه سوربی چرا تصویر نداری؟ آقا پول ندارم، دوربین خرابه، این دوربین رو با چنگ و دندون کشیدیم دیگه دوربین خسته شده. میگه سوربی من نمیام، تو دیوونه هستی مرجانی میری کار میکنی، من دیگه تن ندارم پیرم، در صورت دوربینمون خرابه. و حقیقت یه جوری فکر کردم حالا چیه یه آدم مسنی میاد میشینه اینجا از اول تا آخر عصبانی قیافش، یکی مینیسه آقا یکم لبخند بزن، یکی میگه آقا سوربی قور نزن، این هم شهری ما نوروزی، مگر اینکه دستم بهت برسه جمال نوروزی. در صورت آقا اون دوستی که من گفتم توی تهران اون اسمش جمال شباهنگی بود و گاراژ بارکش سر سرا امیر حضور مال ایشون بود و روزگار غریبی است. در هر صورت اینم خاطراتی است که ما یادمونه از جوانی. ولی یه جمال نوروزی هم داریم، دوست خوبی هست که بهایی هم هست. حالا آقای نوروزی شما هم بهایی هستی یا نیستی؟
هرچی هستی برای خودت خوب خوش سلامت باش. و امروز برای یه دوستی نوشتم که برای همین آقای علی ترابی بود، نوشته بود که سربی پایدار باشی و دمت گرم، پرچم شیرازی ها همه جا برافراشته باد. گفتم آقا من نه کاری به پرچم شیراز دارم نه کاری به پرچم ایران دارم، امیدم اینه که یه روزی پرچم انسانیت برافراشته بشه. امسال امروز در کره زمین، چند سال دیگه در کره مریخ و کره ما. و حتی برای آقای رضا سلامی، دکتر رضا سلامی نوشتم که امیدوارم به زودی سلامتی خودش رو به دست بیاره، درباره یک خانمی نوشته بود رئیس جمهور نمیدونم فلان جا، نوشته بود اگر یک مرد بین سیاست مداران باشه این هم خانم فلانی رئیس جمهور یا نخست وزیر فلان کشوره. گفتم آقا شما حالا هم که میخواین از خانم‌ها تعریف کنید بهشون توهین میکنید، یعنی میخواین بگید که ما مردا بالاتر و بهتر از اینها هستیم، حالا این یکی نابغه بوده تازه رسیده به ما. ببخشید دوستان، میدونید من خیلی خودمونی حرف میزنم، آخه ما مردا چه غلطی کردیم تو این چندین هزار سال تاریخ نوشته شده؟ این همه جنگ، این همه آتش سوزی، این همه کشتار، حالا هی به مرد بودنمونم افتخار میکنی. گفتم اون آقای چیز گفت که آقا اگه مردی اینو پخش کن. گفتم نه آقا من مرد نیستم، شما مرد هستی الاغ که از دورم مردونگی زیر پاش پیداست. این چه اخلاق بدیه که ما پیدا کردیم، هی مرد مرد. بیان بابا انسان باشیم، بیان شریف باشیم، بیان درست باشیم. درستان ممنون و متشکرم. آقای بابک هروی اون روز این برنامه رو که گذاشته بود گفت که این برنامه رو میتونید به نام پشت پرده، اسم قشنگی هم هست، اتفاقا بهش پیشنهاد کردم اگه میخواد دوشنبه تا دوشنبه حدود 10 تا 15 دقیقه درباره هر کدوم از افراد، از رضا پهلوی، از این سربی هست تلویزیون مردم داره، از این پشت پردهشو بیاره جلو دوربین، از این آقای فخرآور ننگاور، از اون آقای خسرو نمیدونم فروهر فروهر چه کوفتیه، اینا رو یکی یکی، از این آقای شمیرانی، از گوینده های تلویزیون، از سیاستمداران، از افراد مذهبی، همه اینها رو بیاره از پشت پرده بیرون و بیاره جلو صحنه. بعد بریم سراغ خیام، چون پرده بیفتد نه تو مانی و نه من. بله. و اما پتیک مهدسیان برج ایفل رو آورده خونه، ما رو خندون، مرسی. فخرآور پسرک گستاخ یا بچه پررو یا بچه چند تا نقطه، دیگه خودتون میدونید بچه چند تا نقطه یعنی چی. این آقای فخرآور وقتی آمد اینجا با سرعت ماورا بنفش رفت آقای رئیس جمهور بوش رو دید و آقای ولیعهد رو دید و رضا پهلوی رو دید و نمیدونم یه مشتی از این کورکچلا و فکر کرد که دیگه وای چی شد. بعد دید نه آقا اصلا اینجا از این خبرها نیست، آمد اسم خودش رو گذاشت پسرک گستاخ. ما دو سه تا مصاحبه با این کردیم، دستش رو، مچش رو، مشتش رو باز کردیم و گفتیم نه آقا شما پسرک گستاخ، اولا گستاخ، گستاخی یک کلمه بدیه، شما به عنوان اعتبار نمیتونی از استفاده کنی. بعد گفتیم شما بچه پررو هستی، به قول خودتون ترونیا بچه پررو، ما شیرازی ها همون بچه چند تا نقطه بهتون میگیم، کسی که خیلی پرروه میگن این انقدر چند تا نقطه که اینجوری. در اصل این فخرآور امروز یه رادیویی برای من نوشته بود که آقای سربی من مصاحبه شما رو تیکه تیکه با فخرآور دیدم و اگر امکان داره اون مصاحبه رو بفرستید. دوستان عزیز بابا یکم شما که مسئول رادیو هستی، شما که گوگل بلدی، شما که یوتیوب بلدی، برو تو یوتیوب، برو تو قسمت سرچ، تو قسمت جستجو بنویس سربی فاصله رضا پهلوی، سربی فاصله دکتر رزمارا، سربی فاصله دکتر افشارا، سربی فاصله همین آقای بهرامی، سربی فاصله آقای مصطفی زاده، سربی فاصله چمنارا، اینا میاد دیگه، سربی فاصله فخرآور بچه پررو، اینا میاد دیگه. هی قرار نیست که ما هممون هی لقمه یکی دیگه بیاره بذاره دهنمون. بعد حالا که من براش لینک فرستادم ایمیلش باونس کرده قبول نمیکنه.
بعد برای آقای چمنارا میگم آقای چمنارا شما که با ایشون دوست هستی بگو که سربی جواب داد ولی ایمیلت اینجوری. بعد آقای چمنارا برای من نوشته که تو فیسبوک برو اسمش اینه. میگم آقا من اسمشو میدونم ولی همون اسمشو از اونایی که مرا اینجا نوشته یما اونجا نوشته. بابا اسمت اگه مریم بنویس مریم، اگه چه میدونم والا اگه رویان بنویس چیه رویا رو بنویس رو یا دیوانه شدیم. و اما ماجرای دزدان دریایی و فیلم های مختلفی که در دوران بچگی و همین الان هم میسازن و اینا دیدیم. ضمناً علی آقا ما تصویر داریم، عکس خودمون رو گذاشتیم و تصویر به اصطلاح زنده نداریم. گفت هرگز حضور حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است، من در میان شما و تصویر جای دیگر است. این ماجرای گروگانگیری دزدان دریایی اینها. و دیروز یه ماجرایی که الان دیگه از طریق اینترنت دوستان رنسان به ایرانی چی میگید شما؟ باجگیری نمیشه. باجگیری وقتی میگیرن که چیزی ندارن به شما بدن ازتون باج میگیرن، ولی وقتی که یه چیزی رو از شما میگیرن بعد میگن اگه اینقدر پول بدی بهت میدیم، اینو تو انگلیسی میگن رنسان، ولی وقتی به دیکشنری میزنم مینویسه از دست دادن. رنسان از دست دادن نمیدونم، یا تهدید رو از دست دادن که اگر مثلا شما این پول رو ندی مثلا دخترتو که گرفتیم بچه‌تو که گرفتیم اینها چی میکنیم. و یادم سالها پیش در شیراز یک جواهر فروشی دخترش رو گرفتن یه عده‌ای و به باباش تلفن زدن مثلا اون موقع که 100,000 تومان بده تا ما اینو آزاد کنیم. گفته بود من 150,000 تومان بهتون میدم نگهش داریم. از بس از دست این دختر شاکی بود. البته فکر کنم بابای حد زده بود که این دختره با دوست پسرش و اینها این برنامه رو چیدن. این هم از ماجرای رنسام و اینها. و ببینیم که شما آیا معنی ایرانی خوبی میتونید برش داشته باشید. میگه که خیلی از اینترنت های شرکت های بزرگ، بانک و حتی این بیمارستان ها، حتی جاهایی که شرکت های داروسازی رو به اصطلاح اونایی که بلدن هک میکنن و بعد میگن که اگر اینقدر به ما بدی درستش میکنیم. میگه اولا ضمانتی نیست که اینها اگه پول رو بدن اونها به قول خودشون عمل کنن. بعد من گفتم خب این پولی که میتونن دنبال کنن. نوشته نه خیر، اینها با دیجیتال مانی. یادتونه اون روز آقای نصیری نوشته بود که تو سوئد الان دیگه ما از دیجیتال مانی استفاده میکنیم، بیت کوین بهش میگن. یادم یه دوستی داشتیم رضا، اتفاقا پدر اونم راننده بود ولی خیلی آدم ترسوی بود. میدونی اینا که خیلی پولدار میشن خیلی ترسو میشن، میگن این کارو نکنم یکی بیاد سوم کنه فلان اینها، و از ترسش الان دیگه رفت، اصلا تو تلویزیون های ایرانی هم نیست. خب ببینید مثلا این دوستمون اسمش رو گذاشته پرژن پرژن. عزیز من این درست نیست. فیسبوک برای اینه که اگه یه کسی شما رو میشناسه مثلا به عنوان آقای صمد بهرنگی، میگه یادت میاد یه صمد بهرنگی بود کتابای بچه مینوشت و اینها، میگه بله، میگه کجاست الان؟ میگه بزن تو فیسبوک پیداش میکنه. آخه این چیه شما برش نشتی پرژن پرژن؟ ایراد به دوستمون ببو هم میگیریم، ایراد به دوستمون تمشکم میگیریم. یا شما قبول میکنید شرایط اینها رو میان داخل، یا مثل سربی میگی آقا نخواستم. تلگرام پیشکش خودتون، داریوش عزیز که خودش برنامه های رادیویی داشته و اینها برای من نوشت سربی جان من خیلی چیزهای خوب از تلگرام به دستم میاد، به خاطر همین تلگرام رو نگه دار. گفتم آقا نخواستم تلگرام، نخواستم اون اینستاگرام رو نخواستم. بنده فیسبوک دارم، توییتر دارم، اسکایپ رو دارم، ایمیل رو دارم، تلفن رو دارم و دو تا فیسبوک هم هست، یکی صفحه شخصی خودمه یکی صفحه تلویزیون مردم. آقا بسه، میخوام چیکار؟ میخوام به کی نشون بدم؟ همین ماجرای آقای بهرامی براش نوشتم آقا شما اعداد رو قبول دارید؟ بذارید اگه پیداش کنم به شما نشون بده. بهرامی این اصلا به اسم خودش من عکس رو گرفتم فرستادم، بهرامی نمبر
دوستان نگاه کنید این صفحه شخصی منه، شما هم میتونید ببینید روی فیسبوک، ولی ما دقت نمی کنیم و چون دقت نمی کنیم هر کاری دلمون خواست، هر برداشتی دلمون خواست از هر چیزی انجام میدیم. خیلی ممنون، چقدر تشویق میکنم. به به، پیام اومد. دیجیتال مانی توی سوئد یعنی بدون اسکناس یا کارت بانک یا کردیت کارت. مرسی. جزیه، جزیه میشه. این پیام فارسیش خیلی خوبه، انگلیسیش خیلی خوبه، چند تا زبان میدونه. البته هنوز زبان ما ایرانی ها رو بلد نیست صحبت کنه، خودش میدونه منظورم چیه. جزیه نمیدونم، رنسام میشه جزیه؟ یه کسی رو میگیرن، یه چیزی رو از شما میگیرن، تهدیدت میکنن اگه پول ندی اینو خراب میکنیم یا اینو میکشیم تا این پول شما بدی. اوکی، ایشون گفته این. دوستان میبینید این بالا نوشته سوربی، اسم من، عکس منم دو تا گذاشته که اگه خدایی نکرده یه چشمتونم نمیبینه اون یه چشم دیگه یکیشو ببینه. ببینید اینجا نوشته 1743 تا پندینگ آیتم، یعنی 1743 نفر از شما دوستان، یکیش اینو فرستاده، یکیش اونو فرستاده، یکیش گفته آقا چرا دوست نمیشه. میگم والا از 5000 تا بیشتر نمیذاره. این پایین ببینید دوستان، اینجا بغلش ببخشید نوشته فرند 5000. این صفحه شخصی منه. من یه روزی 12 تا صفحه فیسبوک راه انداخته بودم به دلیل نادانی، نمیدونستم سیستمش چجوریه. فیسبوک هم هی میگفتیم آقا حالا نمیشه ما بیشتر از 5000 تا دوست داشته باشیم؟ میگم نه آقا، دیوانه ای، یه دوست ایرانی برای هفت پشتت بسته. دیدیم راست میگه، رفتیم صفحه بیزینس باز کردیم که اون شرایط دیگه داره. و اینجا ببینی نوشته followed by 1703 نفر، یعنی من هرچی اینجا می نیسم اون 1703 نفر با خبر میشن. حالا آقای بهرامی هی به زور میگه آقا من اون روز اومدم شما 80 تا بیننده بیشتر نداشتی. آقا این 80 تا از سر اونم زیاده. چی میخوای ثابت کنی؟ به کی میخوای ثابت کنی؟ به من میخوای ثابت کنی که بیننده ندارم؟ من که میدونم اگه بیننده داشتم غیرت داشتن پول میدادم. حالا یا بیننده دارم غیرت ندارن یا بیننده ندارم، چی میخوای ثابت کنی آقای بهرامی؟ در اصل آقا برو دنبال کار زندگیت، برو روزی یه ساعت از دخترات، از پسرات، از دوستات یه چیزی یاد بگی. شما هنوز تو قرن بیستم هستی عزیز من. من والا هر روز خجالت میکشم از خودم که چرا امروز به اندازه کافی یاد نگرفتم. خب اینم از دوستی که تلفن کرده درباره بیمه اتومبیل سوال کرد، بعدن فهمیدم که این آقای علی آغاست. علی آقا یه چیزی تو آمریکا من تو کلاس انگلیسی یاد گرفتم، معلممون باور کن شب اول خسته از کار رفته بودم کلاس های ما که اینجا دانشگاه جورج واشنگتن مثل برادرام نرفتم که، رفتیم کلاس ESL English as Second Language. یه خانم معلمی اومد، یه لباس پاکستانی هم برش بود، معلوم بود از این زنای هیپی آمریکایی که دور دنیا رو گشته و حالا هم داره مجانی به خارجی ها کمک میکنه. یه موز از تو کیفش در آورد، گرفت دم گوشش و شروع کرد تلفن. اون موقع هم تلفن دستی کوچولو و اینا نبود، تلفن بود. به ما یاد داد چگونه تلفن کنیم، چگونه تلفن رو جواب بدیم. و اون روزها شما تلفنی که برمی داشتی رسم بر این بود، 32-33 سال پیش دوستان، رسم بر این بود که میگفتی مثلا منزل فلانی. بعدن گفتم نه آقا، یه مش پدر سوخته‌ای استفاده میکنن دیگه، نگید منزل فلانی، فقط بگید هلو. بعد که اون میپرسه منزل فلانیه، اگه درست گفت بگید بله، اگه گفت یه اسم دیگه ای گفت، مثلا یکی زنگ زد اینجا گفت اینجا منزل آقای رضاییه، میگم نه خیر، شماره اشتباه گرفتید. چه شماره ای گرفتید؟ اگه شماره رو گفت اشتباه بود، میگم بله اشتباه گرفتید، اون شماره رو دوباره بگیرید. اگه شماره منو گفت، میگم یادداشت کنید این شماره منه، دیگه این شماره رو نگیرید، احتمالاً دوستتون شمارهش عوض شد. و این موقعی که من شما زنگ میزنی، من گوشی رو هم میذارم، شما که زنگ میزنی به یه جایی، هم رسم ادب، هم به نظر من بهتره وقتی زنگ میزنیم یه جایی طرف گوشی رو که ور میداره بهش بگیم که من فلانی هستم. فلانی چی؟ حالا شما زنگ نزنی به یکی بگی من فلانی هستم، بگو من ترابی هستم، طاهری هستم، رضایی هستم، سوربی هستم. و این روزام که ماشین پیامگیر یا
وایس میل هست خیلی قشنگ، آدم زنگ میزنه نگه من شمارم و سربی میدونه میشناسه دیگه من کیم. من دوست عزیز 5000 تا اینجا هستن، 8800 خورده نفر رو فیسبوکم، 400 خورده رو اسکایپم، حدود 3000 تا رو ایمیلم. خب نه اصلا اگه باهوش ترینم بودم نه صداها رو تشخیص میدم نه این وقت تلفن ها. شما اگه تو خونه باشی صدات یه جوره، ببخشید اینو میگم، توی دستشویی باشی صدای تلفنت یه جوره، توی آشپزخونه باشی صدای تلفنت یه جوره، چیزی که من میشنوم هر روز یکی نیست. بهترینش اینه، سلام خاصی بکنی بکن، نخواستی چون بزرگتر من هستی بگو سوربی من علی تارابی هستم، در رابطه با این از شما سوال داشتم و سوالت رو بگو. منم یا زنگ میزنم که امروز وقت نکردم، خیلی امروز گرفتار بودم، یا برات می‌نویسم که در برنامه میگم. در هر صورت راجع به اینشورنس در منطقه کالیفرنیا از دوستان ایرانی که در کالیفرنیا هستن سوال کن. این آقای حمید احمدی بیمه میفروخت، اگه خواستی با اون آشنات میکنم. الان هم اومده لس آنجلس، قبلا سان فرانسیسکو بود، الان اومده لس آنجلس. میتونه همینی که تلویزیون ICCM چیزی داره، ایرانیان سینما چنل فلان اینها، در اصل اونجا ببینیم این دوست اون آقای ناصر خان رحیمی چی میگه. ایشون نشته فکر میکنم جزیه یک مالیات تمام عمر بود که ایرانیان باید به مسلمان ها میدادن تا حق زندگی داشته باشن. اینم نظر ایشون یا به اصطلاح استدلال ایشونه. ممنونم از شما و یکایک که دوستانی که به ما میپیوندن، بیشتر ممنون میشم اگر شما ویدیوهای ما رو برای دوستانتون بفرستید، ممنون میشم اگر شیر کنید. و آقا چرا حرف حساب میزنی؟ ایرانی صداش همیشه خوبه. ببینم چی میگی، ایرانی صداش همیشه خوبه. حرف بی حساب میزنم یا حرف حساب؟ زمانه شده که اگر کسی حرف حساب بزنه از اون وره دنیا دوستش میگه چرا آقا حرف حساب میزنی؟ آقا چرا حرف حساب میزنی؟ ایرانی صداش همیشه خوبه، حتی خر و پفش هم مثل سمفونیه. خیلی هم ممنون. خب آقای فرشید عزیز، من از شما یه سوالی دارم. شما که در حین برنامه زنده میای یه لینک یوتیوب رو میذاری برای من بدون هیچ توضیح، من از کجا بفهمم چیه؟ ها حالا نوشت کاکو اینم خاطرات قدیمی. عزیز دل، عزیز برادر، قربونت برم، مارمولک یادتونه فیلم مارمولک؟ شما اینو همین الان که من اینجا هستم نفرست برای من. ببین الان منو پیامو اون دوستمون ناصر و چهار تای دیگه داریم در رابطه با این بحثی که داریم میکنیم صحبت میکنیم. شما بعد از برنامه یه ویدیو بفرست، توضیحشم رو خودش بنویس، بنویس سور بجان این ویدیوی مهوش، دلکش، پریوش، فلان، یاد قدیما بخیر. بابا تو رو خدا بیان یه چیزی یاد بگیری. از امروز به خودمون بگیم ما این جمله کوتاه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد رو یاد بگیریم. یه آقایی عکس لخت یه خانمی رو تو رستوران فرستاده که این رستوران مال آقایون همجنس باز و همجنس گراست و نوشته که ببینید همه جا خانمهای لخت طرفدار ندارن. گفتم خب این همون ثابت میکنه هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. حالا تو این قسمت شما میتونی بگی هر سوراخ جایی و هر نکته مکانی دارد. چی بگم با خدا؟ حسودیم شد آقا، من 1000 تا فقط رپورت میشم. دیدم این پیام چپ و راست دوستان شکایتش میکنن، بلاک میشه. خب بزنیم چی میگه اینجا. من اینجا از خنده ریسه رفتم، من دیدم چطور به میمونها ریاضی درس میدن، به ایرانی تربیت یاد دادن، از آن خنده دار تره. خب چرا میترسی تو قسمت عمومی بنویسی؟ چرا میای برای من پیام میذاری؟ میخوای ما را از این به اصطلاح با ایرانی ها دشمنتر کنیم؟ یه دوست عزیزی که منتظرم باش قرار بذارم مصاحبه کنم، چند روز پیش یه چیزی نوشته بود راجع به رضا پهلوی و
و بهش گفتم والا ما به این آقا امیدی نداریم، اگه شما به ایشون امیدواری گود لاک. آقا برداشت دربری نوشت و اینها، بعد نوشتیم آقا چرا فوش میدی، بعد نوشت من شاولایی نیستم. میگم خب اگه شاولایی نیستی پس چرا اینقدر داری یقه خود تو پاره میکنی؟ البته حالا با همون دوست شده و نوشت من برنامه های شما رو نگاه میکنم همیشه و من شما رو دوست دارم. گفتم خب آقا اب نداره، ما معمولا با این دوستانی که اولش با هم دعوا کردیم بیشتر دوست شدیم. پیام اگه دوستی من و تو خوب نیست، اینه که باید یه دعوایی با هم بکنیم، یه فوش خارمادری، یه سنگی، یه چیزی. صحبت از سنگ شد، بذارید براتون بگم. خانم نیر قربانی لطف کردن نوشتن آقای سوربی شما چرا ناراحت هستید؟ اجازه بدید ترامپ همون ماجرای این غلطایی که میگه انجام بده، بعدن ببینیم چی میشه. میگم خانم مثل این میمونه که من یه بچه ای رو جلو آپارتمان یا خونه شما دیدم با سنگ میخواد بزنه شیشه شما رو بشکنه، شما داری بهش میگه آقا نکن بچه نکن. من میگم خانم نیه چرا این کارو میکنی؟ بذاریم بزنه، اولا شاید شیشه شما شیشه خوبی باشه نشکنه، دوما اگه شکست چه بهتر، شیشه منزلتون نو میشه. آخه این چه منطقیه خانم؟ الان شما برید ببینید نوشته آمریکا از موقعی که ترامپ اومده منفورتر شده. اگه فارسی بلد باشیم منفور، منفورتر، منفورترین، یعنی منفور بودیم به خاطر آقای جورج بوش و به قول شما شاولایا، به خاطر آقای کارتر و به خاطر آقای اوباما، حالا دیگه منفورتر شدیم. حالا شما میخوای بگی این به خاطر این 5-6 ماهی نیست که این آمده؟ باش چی بگم والا چی بگم. خب بذارید ما این لینک ویدیوی دوستمون رو هم پاک کنیم که دوستان دیگه هم اینجا این چیزها رو تو قسمت خصوصی و همونجوری گفتن در حین برنامه زنده نفرستید. ما برنامه زنده رو میخوان این زنده بودنش رو حس کنیم که یعنی شما هم اینجا حضور دارید. البته ببخشید نمیتونم در آن واحد در دو تا صفحه باشم، هم صفحه مردم تیوی هم صفحه به اصطلاح خودم شخصی، و سعی میکنم صفحه شخصی خودم باشم. دیدم الان دوستانم روی اون مردم تیوی زیاد چیزی نمینویسن. ببینید کار این پیام درست تا گفتن برداشت همونو کپی کرد گذاشت اینجا. مرسی پیام، بیه برنامه بذار یک کمی دوستان ایرانی رو قلقلک بده، شاید امسال از چند سال پیش ظرفیتشون بالاتر رفته باشه. در ضمن درباره دانایی و نادانی و اینها وقتی که ما صحبت میکنیم دوستان قربان فرشید جان، من از همینجا روی ماهت رو میبوسم و دستت رو میفشارم، میگه چشم شرمنده. اولا امیدوارم که دشمنات شرمنده باشن و چشمت هم روشن. مرسی، همین که شما میگی فهمیدم، این خودش خیلی خوبه. دو سه تا چی هست ما ایرانی ها باید یاد بگیریم. یکی اینکه آقا اینو نمیدونستم امروز فهمیدم یاد گرفتم ممنونم از شما. یکی اینکه آقا اشتباه کردم چی میگن ببخشید، شرمنده هم نه شرمنده چیه، دوزی نکردیم که شرمنده باشه، ببخشید من این کار رو اشتباه کردم شما ببخشید. هم خواستن عذر و طلب بخشش آدم رو کوچیک نمی کنه، هم اون یکی اگه بخشنده باشه هیچی ازش کم نمیشه. هم دیگر رو ببخشیم. حالا بعضی وقتا میگن ببخشید ولی فراموش نکنید، چون اگه هم ببخشید و هم فراموش کنید که هر روز یکی میخواد بیا بزن تو سرتون. ولی بگید آقا من میبخشم ولی فراموش نمیکنم که دفعه دیگه همچین بلایی سرم نیاد. ما سر همچین بلایی و اینها با این دوستان طرفدار سلطنت وقتی میگیم آقا خانم شما بیا به من بگو چی، شما میگی قاجار پدر سوخته بعد کثیف شپشی کچل، ما میگیم قبول. شما میگی پهلوی خوب تمیز با قدرت بلند قطار، یا میگیم قبول. بعد میگیم خب چی شد 57 سال حکومت مردم نادان شدن؟ حالا خانم نیه نوشته نادان بودن ربطی به شاه یا خمینی نداره. اگر ببینید دوستان، ببینید اینجوری میپیچونن حرفا رو، اگر ملت ایران عاقل بود این سرنوشت را نداشت. همینجا وایس نیه خانم، اولا شما میگی نادان بودن کاری به حکومت نداره، خب پس یعنی آخوندام الان نمیتونن هیچ تأثیری بذارن رو مردم، نگران چی هستید؟ ها
حالا میگید که اگر ملت ایران عاقل بود، یعنی ملت ایران دیوانه بود، خب این که بدترش کردین. بابا صد رحمت به این سربی که اولا میگه شاه و پدرش به خاطر کارهای اشتباهی که کردن به مردم نرسیدن، شما میگی مردم رو دیوانه کردن. یعنی مردم عاقل نبودن یعنی چی؟ یعنی مردم دیوانه بودن. خب خانم اگه مردم 30 میلیون دیوانه بودن، الان شده 80 میلیون، یه سری بچه های این دیوانه ها، شما میخواید دیوانه خونه باز کنی میخوای بری ایران؟ بابا نکنید، با خودتون صادق باشید. والا بلا من اگر ایران بشه گلستان، ایران نمیرم پیشکش شد. اصلا یکی بیاد این ایرانی بودن منو بخره، ای کاش چند مدت پیش فروخته بودیم، اون موقع اقلا 1/40 میلیونیوم سهم ما بود، الان شده 1/80 میلیونیوم. اگه ما 2 دلار 32 سال پیش گذاشته بودیم یه جایی، الان شده 5 دلار. حالا ما سهم ایرانمون نصف شده. با همه اینا امروز یه نفر بیاد، من وکالت میدم به انگلیسی نوترایز میکنم، به ایرانی محضریش میکنم، سهم ایران من رو بخرید. چقدر کیلومتر مربع و 648,000 متر مربع، کیلومتر مربع چه میدونم والا. آقا خانم من سهممو میفروشم، من سهم فرهنگتون به شما میفروشم، من سهم شعر و کاسه شعر و همه اینا رو به شما میفروشم. خب بیان بخرید دیگه، یه خری پیدا، ببخشید یه خریده، یه خریداری پیدا بشه بیاد بخره دیگه. پس ببینید دروغ میگید، شما هم نمیخوان، شما هم همین دنبال این هستین که همون یه سهمی هم که دارید از دستش راحت بشید. و اینه که هر کدوم به یه جای آویزون شدیم، یه پاسپورتی گرفتیم، یه حقوقی هم گرفتیم، یعنی عملا ما ایرانی بودنمون رو فروختیم به اون که یا 18 ماه یا 6 ماه یا از سوشال یا از نمیدونم رفیوجی فلان یه پولی بگیریم و بریم دنبال کارمون. فروختیم هممون. اوکی وی کن نات شو. اوکی اینم از این. خب و اما سناتور دموکرات گفت ترامپ مجوز اقدام نظامی در سوریه را ندارد. خدا بیامرزه رفتگان شما رو دوستان، پدر ما وقتی زنده بود، وقتی یه کسی خیلی حرف مزخرفی میزد بهش میگفت شما اول برو ننت شوهر بده، یعنی دیگه اینقدر عصبانی میشد میگفت شما برو اول ننت شوهر بده که مثلا یعنی یتیم نباشی، خونتون بی سرپرست نباشه. اینم ماجرای اینه که ایتالا رئیس جمهورای آمریکا اومدن از سنا و از مجلس اجازه گرفتن، هر کدومشون یه اگزیکیتیو اوردر، یک قانونی پیدا میکنن، به هر جای دنیا خواستن حمله میکنن، بعدم میگن طبق این. از همهشون حرومزاده تر این ترامپه. ترامپ میگه اون بمب من ننداختن، اون کسی که مسئول تو افغانستان، مسئول نیروهای آمریکایی، گفته یه همچین بمبی داریم بنداز اینجا، ما منداختیم. اون حمله رو به یمن من نکردم، جنرالی که اونجاست گفت حمله کنیم، ضمناً اوباما هم به اصطلاح برنامه‌شو داشت. حالا دوستمون میگه حالا شما بذار این ترامپ کارش انجام بده. ببخشیدا همین اول کار که آمد بسمونه. خب این هم از این. خیلی ممنون. بله بله یه درخواستی از یک کسی کرده بودیم گفت اوکی. دوستان طرفدار سلطنت، دوستدار طرفدار پادشاهی، اونهایی که مخصوصا میگن آقا نگاه کنین انگلستان ماشاءالله خانم 90 سالشه 80 سال ملکه است، این زنی که امسال 6 میلیون پوند بیشتر پول میگیره ببخشید به سلطنت طلبات توهین کردیم، کم موندود خفه بشید. راجع به خفه شدن، یکی دو نفر که جلو دوربین مردن بهتون نشون بده. ایرانی بودن را من گذاشتم روی ایبی مفت میگه مفت نبردن روی ایبی که چیزی مفت نمیذارن، بذار روی کرگلیست قسمت فری. و اما سوالی لطفا در مورد شورای ملی که لینکش فرستادم هم بگین. آقا این شورای ملی، شما یادت که وقتی سرما میخوردیم علی جان در ایران در شیراز یه چیزی درست میکردن بهش میگفتن شوربا، ما شیرازی هم گفتیم شوربو.
یه چیز بیمزه ای هم بود، برنج بود، عدس بود، ماشک بود، اینها فکر کنم هر چیزی مادرمون تو آشپزخونه مونده بود و اینا قبل از اینکه موش نیاد و قبل از اینکه پشه مشه نزنه، چون سرما و زمستون بود، میریخت و یکم آب میریخت روش، اینو میداد به ما بخوریم. عزیز من، کدوم شورای ملی؟ قربونت برم، این شورواست. این سلطنت طلبا بالای همشون، آقای رضا پلوی مریض شده، دردش پلوه دیگه، الان پول چلو کباب هم ندارن، حالا برایش یه شوربای ملی درست کردن. خودت اذیت نکن، وقتت رو برای اینا تلف نکن. شما الان برگرد ببین چند سال پیش که با من دعوا میکردی، الان دیگه اومدی نزدیکتر، میبینی که این آقا رضا پلوی اصلا تو این فکرا نیست. یه دوست خوبی، حالا شاید نخواد اسمشو بگم، گفت آقا این باید دیوانه باشه، هوای کنار رودخانه پتومک رو در مریلند، اینجایی که این زندگی میکنه، ول کنه بره شمال تهران. نوشته بود امروز شمال تهران از جنوب تهران کثیف‌تره هواش، و کجا میخواد بره؟ گفتم والا ما که میدونیم نمیخواد بره، ما به این دوستان میگیم آقا این نمیخواد بره، اینا میگن حالا شما کارشکنی نکن. آقا من چه کارشکنی کردم؟ بله بله، تهدید به ترور مسیح علی نژاد مانند فرخزاد ساکتت میکنیم. خب باید میگفتن مانند اون آقای سار تلویزیون جمع کی بود. ضمناً آقای پیرامون، رضا پیرامون، برای من یه لینکی فرستاده راجع به این هنرپیشه‌ها و گوینده‌های ایرانی که هول شده بودن یکی یکی از ایران میمدن میرفتن تو این تلویزیون جم تی وی، جم یعنی سنگ‌های گران قیمت و اینها، و اونجا با وعد و وعید بعد فهمیدیم بهشون تجاوز میکردن، بهشون حقوقشون رو دیر میدادن، حالا دیگه یتیم هم شدن. این آقایی که کشته شده، آقایی نمیدونم چی کریمیان، این بدبخت ها از شدن صمد آقا، نه در غربت دلشون چاده، نه روی در وطن دارن، اینم این شده. ولی حالا تهدید به ترور مسیح علی نژاد مانند فرخزاد، امیدوارم اتفاقی نیفته. ولی این آقا خانم مسیح نژاد، مسیح علی نژاد، هیچ کنم از خودتون پرسیدین این که با خاتمی بود و اینا چجوری الان به هر وکیلی میخواد، به دفتر هر کی میخواد زنگ میزنه، حرف میزنه؟ اونام با وجودی که میگن آقا خانم چرا به ما زنگ زدی، ولی نیم ساعت وای میسن باهاش حرف میزنن، میگه بابا جون خدا رو ندیدی به دلیل عقل بشناس. بنده هم چون عقل ندارم، نه خدا رو دیدم نه هنوز شناختمش. حالا امیدوارم یه روزی در بزنه بگه بابا ما هرچی این یهوا رو فرستادیم دم در، هرچی آقای سیاه‌پوست رو فرستادیم، هرچی اون آقای یه عباس از چیزم میومد از کلیسا اینو فرستادیم، تو آدم نشدی. من خودم اومدم اینجا بهتون گفتم که این جوانایی که میان با دو چرخه با کراوات پیرن سفید دم در، اینها به اصطلاح نمیدونم میخوان ما رو نجات بدن، من بهشون میگم که تشنتونه آب میخورید؟ میگه بله. میرم براش دوتا بطر آب میارم، میگم که شماها به خدا باور دارید؟ میگن بله. میگم چه خوب شد، من 10 دقیقه قبل خدا به هم گفت که دوتا جوان میان، اصلا قیافه هاشون هم که تعریف کرد همین شما بودید، 17-18 سال، سفید پوست. بعد به من گفت که برای که مطمئن بشی همونا هستن، ازشون سوال کن تشنتونه آب میخوری؟ وقتی گفتن بله آب میخوریم، آبا بهشون بده، برو تو آشپزخونه چاقو رو بردار بیا سرشونو ببر. بعد میام تو آشپزخونه برمیگردم ببینم رفتن، میگم حالا دیدی شما به خدا باور نداری؟ اینم ماجرای من و خدا پرستان. و اما درآمد ملکه بریتانیا 6 میلیون پوند افزایش پیدا کرد. دوستان برید بخونید، این در حالیه که فایر فایترز های یوکی همین یونایتد کینگدم، انگلستان خودمونه دیگه، فایر فایتر هم یعنی ماموران آتش نشانی، اونا میگن ما حقوق کافی نداریم. اون وقت این خانم 6 میلیون پوند دیگه هم، 6 میلیون پوند میفکر کنم بیشتر تقریبا 10 میلیون دلار. عجب ماجرایی. خب مقایسه انگلیس با ایران مثل شعر این کجا و آن کجای ایرز میرزاست، گفت خال مهرویان سیاه و دانه فلفل سیاه، هر دو جانسوزن اما این کجا و آن کجا. نمیدونستم اینو ایرج میرزا گفته. و اما ببینیم که نو عروس در هجله و جنگجو در کارزار، هر دو خونینن اما این کجا و
آن کجا. آقا این حرفای بی تربیتی چیه؟ تلویزیون، تلویزیون مکان مقدس، همش باید حرف با تربیتی بزنی، همش باید به بیننده بگی قربونت برم، به شنونده بگی قربونت برم، خجالت هم نکشی. دروغ از صبح تا شب. ولی اگه اومدی شعر یه شاعری به این خوبی که درد جامعه رو گفته شما گفتی، شما بد میشی. اونم چی؟ بدان عالم. این هم از این ماجرا. ممنون و متشکر. گزارش وزارت خارجه آمریکا، قاچاق زنان ایرانی به دبی و سلیمانیه زیادتر شده. من چند مدت پیش یه یکشنبه‌ای رفتم اینجا، یک بهش میگن فان ریزینگ، یه نفر یه مهمونی میذاره در منزلش، یه مؤسسه ای رو که به اصطلاح دوست داره بهشون میگه من به 30 نفر 40 نفر از مهمونام گفتم دوستان اگه یه جایی هم دعوتتون میکنن، وقتی میرین اونجا اردوزو میخورین، شرابو میخورین، بابا فکر کن رفتی یه جایی شام خوردی 30 دلار 50 دلار 70 دلار 100 دلار بدین دیگه. والا ما با این نداریمون، اونجا که رفتیم 700 خورده پول دادیم. البته خب لطف کرده بودن، بعض وقتا یه چیزایی هم بهت میفروشن، مثلا یه هتلی مثلا گفته من 2 شب میدم به شما مجانی، این کاغذشو میارن اونجا شما میخری 100 دلار، تازه سودم اونجا میبری. ولی آقا طرف گفت بدید دیگه، دادم خوبه. البته منظورش تو رأی و رأیگیری بود، این برنامه آقای اسلام شمس بود. خب حالا ولی نه آقا، این انگلیس هم کارش خرابه پیام جون، یعنی همشون خرابن. وقتی پادشاهی باشه و سلطنتی باشه و اینها، این پسر جوونه خله است، بچه دایانا، اومد یه چیز خاص بگه که بگه آقا ما نخواستیم، ولی فوری گفت البته ما وظیفه ای را که ملت و خدا و بر عهده ما گذاشتن انجام میدهیم. حالا تازه نفر پنجمه تو صف. بذارید یه سری چیزا رو بهتون نشون بدم و دوتام ویدیو هست. دوستانی که دعا میکنید انشالله این سربی زودتر بمیره و اینها، مواظب خودتون باشید. اینایی که برای دیگران آرزوی مرگ و اینها میکنن، ببینید یه دفعه، حالا نه اینکه این بعد به خدا این دوتایی که بهتون نشون میدم اینا برای دیگران آرزو کردن، میخوام بهتون بگم زندگی چقدر به اصطلاح بی اعتباره، نمیشه بهش اطمینان کنی. یادم سالها پیش این آقای حسن یا صبری حسن پور به من گفت که آقا من یه سیستمی میخوام که 100% به اصطلاح گارانتی باشه. گفتم والا همچین سیستمی ساخته نشده تو کارهای کامپیوتر و اینترنت و اینها. و بیچاره الان که دیدید با بند پوسیده این دکتر مکترایی که این مجانی اومدن باش مصاحبه کردن، رفته ایران و در زندان ایران به سر میبره. اگه کسی از صبری حسن پور خبری داره به ما هم اطلاع بده تا به دوستان بگیم. و اما بریم سراغ اینو، خاموش کنیم تصویر سربی هم بس دیگه، بریم سراغ این صفحه اینجا، سکس در محوطه پادگان. اینو بیارم براتون اینجوری نشون بدم، 4:3. بله کامرای سه ببینید. بله، سکس در محوطه پادگان پلیس برلین را سرافکنده کرد. تعداد زیادی از ماموران پلیسی که قرار بود امنیت اجلاس گروه 20 در شهر هامبورگ آلمان را تأمین کنند، با سرافکندگی به شهرستان برلین برگردانده شدند. دلیل این که مقام‌های پلیس عذر این 220 مامور را خواستند این بود در خوابگاهشان بساط لهو و لعب را به راه انداخته بودند. از جمله کارهایی که این ماموران کردند و نباید می‌کردند، سکس در محوطه خوابگاه و ادرار گروهی به حصارهای دور پادگان بود. خوشگذرانی بیش از حد این ماموران باعث شرمساری فرماندهان پلیس در برلین شده که قول دادن پلیس‌های بیشتری را به خانه برگردانند. میدونی وقتی یه خبری هست از شهرهای اطراف پلیس‌ها رو میارن اونجا. ببینیم بابک چی گفته. بابک میگه خانم معصومه قمی یا همین مسیح علی نژاد صیغه خاتمی بوده و کسی او را نخواهد کشت، چرا که از خود رژیم است. مقصود از این ادعا مطرح کردن ایشان در نزد آمریکایی‌هاست و حفظ شغل ایشان در صدای آمریکا.
بابک بهتون گفتم دوستان پشت پرده رو میاره جلو صحنه. بابک اگه دوست داشتی یه برنامه درباره فخرآور، یه برنامه درباره اون آقای خسرو فرهبهر صمد چیه، صمدیه، اسماعیل صمدیه، کیه، اونم بذار. و گفتم حتی یه روزی دیدی که باید درباره سوربی هم یه برنامه بذاری، به قول آمریکایی‌ها you are more than welcome. دوستان یه دوستی آمده اینجا، این آقای منصور سالهاست من میشناسمش و چندین بار تا حالا قرار بوده برنامه‌های رادیو تلویزیونی داشته باشیم، متاسفانه نشده. ایشون مقاله‌هاش و صحبت‌هاش و اینها رو وقتی میخونید خیلی جالبه، ولی نمیدونم چرا به اصطلاح گفت ما ز یاران چشم یاری داشتیم. دوست عزیز با ما تماس بگیر، یه بار مهمان ما باش اگر دوست داشتی، بعدا برنامه‌های خودت رو در تلویزیون مردم داشته باش. و این ماجرای پلیس آلمان میگه نشست سران گروه 20 متشکل از 20 کشور قدرتمند اقتصادی جهان در روزهای 7 و 8 ژوئیه حدود 10 روز دیگر در هامبورگ برگزار می‌شود و انتظار می‌رود با اعتراض‌های گسترده گروه‌های مخالف جهانی سازی روبرو شود. بعد در می‌دونید که در همین رابطه یه چند تا تگ هم می‌ذارن، مثلا نشته پلیس آلمان زنی را در فرودگاه مجبور به شیر دادن کرد، پلیس آلمان طایفه دزدان فعال در سراسر اروپا را متلاشی کرد، پلیس آلمان آثار تاریخی ایرانی ناپدید شده را به صاحبانش بازگردان. این سه تا تاپیک یا سرتیتر هیچ ربطی به این نداره، این فقط تبلیغ برای خبرهای دیگه. از مجموع 20,000 ماموری که قرار است 20,000 برای تامین امنیت اجلاس در هامبورگ مستقر شوند، 1,000 نفر از پلیس برلین بودند که فعلا 220 به این گندکاری به اصطلاح برگرده نشدن. دوستان دیدید وقتی ما از یه جایی میگیم فوری من از آمریکا هم میگم، این سیکرت سرویس آمریکا که با اوباما این ور اون ور میرفت، با رئیس جمهورا این ور اون ور میرفت، گندش بالا اومد. دیدن هم با خرج من و شما که مالیات میدیم، هم با پول خودشون وقتی میرن خوشگذرونی، مواد، زن، سکس، هر چی که بگی دارن. حالا اگه یه احمدی به نام تیمور لنگ میگه که آقا اینا تا از ایران میگی میگن آقا اینجا همینه، برای اینکه احمق جهانی شده. مثلا این مسئله سکس داشتم میگفتم این بود که یک جایی هست توی فیرفکس، اصلا شما فکرش نمیکنی که منطقه فیرفکس نزدیک واشنگتن، فیرفکس یه منطقه‌ای که افرادش با سواد، افرادش با پول هستن، بعد شما اینجا قاچاق دخترهای 12 و 16 ساله باشه، ولی شلتر هاوس اتفاقا من دختر داداشم هم اونجا کار میکنه، کمکشون میکنه، هر جا میره به همه میگه اگر چیزی اضافه دارید فکر نکنید که این برای خونه شما کهنه شده، این بیچاره ها هیچی ندارن، از خونه فرار کردن فلان اینا، دستات اینجوریه. بعد تا ما اینو میگه میگه نگاه کن این میخواد خاک بکنه نمیدونم روی بابا این آخونده و شاه و فلان اینا، دیگه هر خاکی هم رو سرشون بکنی اینقدر گند زدن از زیرش پیداست. ما داریم میگیم این مشکلات مشکلات جهانیست و چه باید کرد، هنوز براش جوابی یا پاسخی نبوده. آقای منصور شما میدونید چه باید کرد؟ یه روز مهمون من باشید، با شماره تلفن 202-695 درست میگم؟ بله 25-73 تماس بگیرید، مسیج بذارید، شمارتون رو به من بدید بهتون تماس بگیرم، یا با اسکایپ با هم یه برنامه باشیم چند دقیقه مهمون ما باشید و در این باره صحبت کنید که این همه خوشحال بودن که نمیدونم دنیا شد یه دهکده کوچک و جهانی شدیم و جهان وطنی و فلان بیسار، الان میبینیم وای چه مصیبت عظمایی. شیخ مصری هنگام اجرای مراسم عقد سکته کرد و درگذشت. این یکی از اوناست که اتفاقا ای کاش اگه منم قراره بمیره بمیرم همینجوری که میام جلو تلویزیون برای شما حرف میزنم، یه دفعه بمیرم راحت، به بیمارستان و نمیدونم زمینگیر شدن و اینها نباشه. اجازه بدید من باز یادی از پدرم کنم. بنده خدا رفته بود هندونم خریده بود، ایام آپریل بود، اولایی که تازه اینجا هوا گرم میشه دیگه، 22 آپریل، 22 آپریل میشه که بله دیگه، یعنی عید مارچه، یه ما بعد از عید
هوا گرم، ایشون رفته بود هندونم خریده بود، آمده بود گذاشته بود و چون گرمش بود رفته دوش بگیره، مادرم هم هندونه کات میکنه یا قاش میکنه یا میبره میذاره، پدرم که میاد میشینه جلو تلویزیون همونجا فوت میشه. و ما ضمن این که بارها میگفتیم ای کاش مادرمون یاد گرفته بود این سی پی آر و اینها، ولی بعد که فکرش میکنم مثلا میبینم یه فامیلی داریم این بیچاره 5 سال تو تختش خوابیده، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه تکون بخوره، همسرش بیچاره هر کاری از دستش برمیاد انجام میده. اونها چون تو ایرانن، خانوما به عنوان پرستار نمیان برای آقایون کار کنن، اینم چون خانمش بنده خدا اونجاست نمیخوان یه پرستار مرد بگیرن. خب ببخشید، این اون وقتا میگفتن خدایا این ازش راضی باشه تا بره. بعضی هم میگفتن یه چیزی، یه دلبستگی داره، تا اونو نبینه، تا اونو انجام نده از دنیا نمیره. حالا ببینیم که، امیدوارم، نمیدونم، وقتا هم گفتن به دعای گربه سیاه بارون نمیاد، حالا ما امیدواریم به دعای ما. خیلی هم بده که ما دعا کنیم این بنده خدا به اصطلاح از این شرایط نجات پیدا کنه، راحت بشه، ولی این چیز قلبیمه که آرزو میکنم و فکر کنم فامیلشم، فامیلای نزدیکشم همین رو بخوام. خب این آقا داره این خانم آقا رو عقد میکنه و ببینید چه به روزش میاد بیچاره. اسم جنه آمد، همون یعنی بهش دیگه، نه جنت خودمون، بهشت خودمون. خب خدا رحمتش کنه. این یکی دوستان عزیز مژده آقای بابک اهروی قبول کردن و اگر مایل باشه همون دوشنبه، مگر اینکه چون فورت آف جولای هست و ممکنه بیننده آنچنانی نداشته باشیم، آقای بهرامی خوشحال باشن. میخوای آقا اگه این دوشنبه نمیخوای دوشنبه هفته آینده، شاید خودمان اصلا تعطیل کنیم، دوشنبه ها 12 ظهر 10 دقیقه 15 دقیقه آقای بابک هروی بیاد، یکی از این خانم ها و آقایون رو که پشت پرده هر کاری از دستشون برآمده تا امروز کردن، اینو بیارن جلوی صحنه. و ایشون لطف کرده و گفته بود آقا شما یه عمر اینا رو رو میز تشریح گذاشتی. گفتم خب اینا بعضی هاشون دیگه انقدر چیزن که من نمیتونم گیرشون بیارم رو میز تشریح ولوشون کنم، ولی شما هم جوانتری هم واردتری، از این برانور خبرها رو در میاری. زمین آقای رضا مشایخی هم یک کمی شما رو مسخره کرده بود، گفته بود این آقا اسنودن هست، اسنودن همون آقایی که پرونده های آمریکا رو داد به چیز و الان هم توی روسیه زندگی میکنه. منم براش نوشتم که شاید هم جیمز باند باشه، جیمز باند که همه تون یادتونه مأمور انگلیسی 2007 007. در صورت چه جیمز باند چه سنودن، ما حق آقای مشایخی رو از بین نبردیم و گفتیم که حالا که شما آمدی اونو گفتی، آقای بابک اهروی آمد اینو گفت، شما باز هنوزم فرصت داری بیای فیلم درست کنی ما پخش کنیم، یا اینکه زمانی رو بگیری خودت هر روزی که خواستی به صورت زنده یا به صورت، در صورت اینجا به کسی نه نمیگیم، مگر اینکه طرف زورگو باشه، مگر اینکه چاقوکش و لات باشه مثل آقای مسعود امینی شاعر قلابی. و اما این فیلم نشان میدهد مردم مرکز شهر موسر که گروگان داعش بودند فرار میکنند. در یوتیوب فیلم هایی هست که همین مردم را در استقبال از داعش نشان میدهد. گفته ای هست از حضرت امام علی، ای مردم، ای مردم عراق، ای مردم ترقه و نفاق، زجر
یمن خوران دید، من نمیدونم یا این یمن یمن نمیدونم. افسران کار تاریخ تکرار میشود، مردم موسل و رمادی اغلب افسران کارمندان سازمان امنیت صدام بودند. مردم جنوب عراق را بی خانمان کردند. هرگز فکر نمی کردند بلاهایی را که وارد می کنند بر سر خودشان بیاید. ای کشت کرا کشتی تا کشت شویزار، یا باز کشد آن که تو را کشت. آیا کسی درس و یا عبرت می آموزد؟ این فیلم رو با هم ببینیم یک لحظه اینجا با. و ببینید خب دوست عزیز، یه وقتی هست که مردم از آخونده هم استقبال کردن رفتن، ولی بعد اونا که میان به قولی که دادن عمل نمی کنن. حالا دیگه مردم چه کار کنن؟ بازم بسوزن بسازن؟ نه دیگه، رفتن دیدن اینا اون چیزی که بود نیستن. حالا فرام این هم مردم که دارن میان بیانی. در صورت همینه، تو فیلم ها هم دیدیم و چه باید کرد هیچ کس نمیدونه دوستان که چه باید کرد. من خاموش کنم که آدم دلش خون میشه. این شهرها رو که یه روزی تمدنی داشتن، میدونید عراق و ایران وقتی برمیگردیم به اون قدیم و اینها، حتی اون کتابی رو که گفتم یه دوستی فرستاده تقدیمش کرده به این دوست خلیج فارس، میگه که این ساختمون مثلا این مدرسه ساختمونی هست که قبلا بازار بوده، مسافرخونه بوده، زیرش مغازه، بالاش مسافرهایی که می اومدن چنین و چنان، یعنی دارای تمدنی بودیم. چطور شد این تمدن رو به دست خودمون خراب کردیم نمیدونیم. من اشتباهی گفتم جمال نوروزی، این دوستون مجید نوروزی است. میگه شما روی آنتن هم شبکه شما هست یا فقط اینترنتی روی ایر هستین؟ عزیز برادر، ما تا سال 2003 رو آنتن بودیم، هوا بودیم، زمین بودیم. سال 2003 یه مصاحبه‌ای آقای خانم باربارا والتر با آقای بیل گیت انجام داد و بیل گیت گفت این تلویزیونی که من و شما امروز می‌بینیم تا 5 سال دیگه عوض میشه. من همون موقع دوزاریم افتاد که ما چرا داریم ماهی 30,000 دلار میدیم به این ستلایت ها، بعدم میان میگیم این ستلایت ها که میدونی مال بچه یه رفسنجانیه، اون ستلایت ها که میدونی مال اسرائیلی هست، اون ستلایت ها که میدونی. خب ببخشید ها، خودمون به مردم میگیم ما خر و بیشعور و نادان هستیم. ببخشید به خرا توهین کرده، میگیم ما بیشعور و نادان هستیم و پول خودمون رو داریم میریزیم تو جیب اینها که هر وقتم میخوان قطعش کنن. آمدم و من آقای نوروزی، شما که اهل راستی این اهل بخیه هستید، یعنی چی دوستان؟ شما که اهل این کار ریپورت و ژورنالیست و رادیو تلویزیون اینا هستی، برو تحقیق کن. تلویزیون مردم سال 2003 اولین تلویزیون اینترنتی ایرانیانه. آمدیم و اینو باز کردیم و چقدر خوب کاری کردیم، مستقل، آزاد. اینی که امروز بنده اینجا دارم با این لهجه شیرازی صحبت میکنم دلیلش مستقل بودنه، و الا اگر رئیس من تبریزی بود، تهرونی بود، کاغذی که میدن میگه آقا شما باید اینجوری بخونی، آقا چرا میکردم باید میکردم، چرا میگی رفتم، میگم آقا چی کردم؟ مگه شما میگی کردار نیک؟ شما میگی کردار نیک، پس این کرده چیکار کنی؟ در اصلا نه عزیزم، ما روی آنتن نیستیم. و آقای پرویز کاردان به من میگفت صبح رو آنتنی، میگفتم نه آقا، بعد میگفت خب خوبه مثل کلاغ رو آنتن نیستی. ولی شنیدم چون ما کپی رایت نذاشتیم بعضیا برنامه های ما رو از شبکه‌های مختلف پخش میکنن. همین که یه خانمی از نمیدونم اروپا زنگ زده گفته برنامه شما و فخرآور اینو لابد روی شبکه دیده، روی سایت دیده و ما را بس. آقا شما هم آقای نوروزی پیرو به حرف من باش. ببین من دبیر بودم توی ایران، وقتی که میرفتی مدرسه احمدی، شما که شیرازی هستی، وقتی میرفتی مدرسه احمدی فلته خاتون، هر کلاس کوچولوی 40 نفر روی یه نیمکت 2 نفره 4 نفر رو میشنوندن. اوکی؟
ولی یکم که میرفتی بالای شهر، میرفتی مدرسه سلطانی و مدرسه شمس و اینا، تعداد بچه های کلاس ها میشد 25 تا. یکم دیگه اگه بابات پولدارتر بود برات معلم سرخونه میآورد، به عمود میگفت تام بچه تو بیار بذار اینجا، آره من ساعتی 20 تومن میدم به سوربی، بچه تو هم یه چی یاد بگیره. یعنی هم برای معلم راحت تر، هم برای بچه راحت تر. نمیخوام بگم شما بچه هستی، که کلاس خلوت خصوصی باشه، حالا خیلی هم خصوصی نباشه، خدای نکرده یه وقتی کتابو بذارن کنار مشغول کارهای دیگه بشن. در صورت نه عزیزم، تلویزیون مردم همینی هست که هست، روی اینترنت شماره‌هاشو میتونید ببینید. مثل تلویزیون‌های دیگه دروغ گفتودن به این بیچاره آقای دکتر ملازاده، گفتودن ما 40 میلیون بیننده داریم و از این ماهی 22500 دلار پول میگرفتن. من همون حرف بهش زدم، گفتم آقا شما که میگی خدایی رو که ما ندیدیم شما میشناسی، شما اینا 40 میلیون که ندیدی، گفتم خب لابد اونم گفتی مثل خدا که درسته، اینم 40 میلیون بیننده اینام درسته. چی بگم به خدا، خسته شد. ساعت 3:21 دقیقه است و این هم از آقای نوروزی همشهری عزیزمون. وایس میل از آقای پتیک رو پخش کردم، ممنونم. و اما جست، آها بریم یه چند تا عکس هم بهتون نشون بدیم که کیف کنید و ما بخیل نیستیم چیزای خوب و چیزای بد رو به شما نشون بدیم، غمتون رو زیاد کنیم، ولی چیزای خوب رو برای خودمون نگه داریم. بذارید ببینم، این سه هستید اینجا، کفش رو میبینید؟ بذارید کفش رو بزرگتر و بهترش کنیم اگه بشه. آها چرا اینجوری میشه امروز؟ اینه کپچر سلیکت ایریا، چشم بفرم، اینم ایریا، اینم سلیکت. بله خب دوستان عزیز ببینید و بله ممنون. برای معرفی و بازدید از داخل ایران گفتم، چون اونها به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارن. آقا مجید من نمیدونم شما چند سال پیش ایران بودی، ولی به نظر میرسه دوستان ایرانی وضع اینترنتشون خیلی از من و شما بهتره، با اون چیزای وی پی ان و این چیزای قلابی ملابی که میگیرن و اینها. در هر صورت نگران نباش، بعد میتونید از طریق دیگه، از طریق تلگرام اینستاگرام اینها فایل ها رو کوچیک کنید بفرستید. خب دیدید اون عکس اولی، آقای ماشینی درست کرده که تو کفشه، این آقا اتوبوس درست کرده وارونه رو سر هم، احتمالاً اتوبوس دو طبقه، حالا چرا این کارو کردن نمیدونم. این موتورسیکلت قشنگه، این پیرمردایی که دیگه نمیتونن موتورسیکلت دو چرخه برونن میکنن، سه چرخه، برمیگردن به دوران بچگی. یه تریلی هم آویزون کرده بهش، اتاقی هم پشتشه، هر جا بره تو همین اتاق شب هم میتونه، میگن شب رو به سر ببره. و اینم موتورسیکلت های قدیمی ها تونه، تو فیلم های آلمانی معمولا میدیدیم، یه نفر هم بغلش میتونست بشینه. اینم دنباله همونه، از همون موتورسیکلت ها که یه نفر میتونه بغل بشینه تو این و راننده هم اون بالا. اینم یکی دیگه که طرف تو ایران به این به اصطلاح چیز میگفتیم جاز، به درام و اینها، این موتورسیکلت بی ام وی رو ورداشته اینجوری کرده که لابد هر جا میره بتونه همونجا هم درام بزنه، جاز بزنه. و این خانم هم موتورسیکلتش رو به این صورت چند نفره کرده، 1، 2، 3، 4، 5 نفر، عین یک ماشین میتونه 5 نفر رو سوار کنه. و این هم این آقا، یه بار دیگه من عکس قبلا نشون داده بودم، این مثل این که فورد هست یا لندروور، لندروور میگفتن لندهور، رنج روور رو میگفتن رنجاور تو ایران. بله اینم میز کارشو، یه ماشین فکر کنم همون رنج روبره، چون جلوش تقریبا مثل فورده. و اینم موتور وسپا که خیلی تو ایتالیا معروفه، اینو به این صورت مثل درشکه در آورده، کریج میگن اینجا، کریج. و این هم دیگه اینا ابتکار و چیزای قشنگی که این دوستان درست کرده. این یکی جالبه، دو چرخه رو مثل پای آدم با کفش‌های مختلف گذاشته و این هیپ که پا میزنه این کفش ها میاد به جای اینکه روی یک تایر و تیوب و اینها باشه. و اینم فولکس واگونی که چشم و ابرو و اینها براش گذاشته،
خیلی قشنگ دیگه احتیاج به توضیح نداره، چون میگن یک عکس گویاتر از هزار کلمه هست. اینم موتوسیکلت‌ها از این وسپه ها توی میدون های سبزی فروشی و اینا شیراز و تهران اینها بود و میبینید که قشنگ یه خونه کوچولو برای خودش درست کرده. و این هم یه موتورسیکلت دیگه که فکر نمی‌کنم قابل راند شادم باشه. بله قابل راندی هم هست، فرمونش از اون زیر به اینجا وصله و 8 تا یا 4 تا سیلندر، چون 4 تاش این بره، اینم از این، اینم این با ماشینایی که اون وقتا برای بستنی و شیر فروشی اینا استفاده میکردن به این صورت. بعد اینم مرسدس بنز، عشق و علاقه مرسدس بنز داشته و کارواش، این ماشین شویی اینا رو همه رو کرده تخت، شبم که میخوابه تو فکر بنز و ماشین شستن هست. این کمپرها که زیاد بود تو ایران و هنوز هم هستن، فولکس واگن کمپر میشه بگیم که از اولین آروی هایی بود که آروی میشه ریکریشن ویکل، یعنی ماشین هایی که برای تفریح و اینها هست. این هم یه مبلی اینجوری درست کرده، خیلی عکسه، یکم سرعتش رو زیادتر کنم ببینید. حسن این برنامه اینه که بعد که روی یوتیوب میذاریم، آها یه بار دیگه دوباره از اول میاد، به خاطر همین من فکر کردم خیلی اینه که شما این عکس‌ها رو وقتی نگاه میکنید میتونید استاپش کنید، نگهش دارید، ببرید عقب، بیارید جلو و دیگه اونجا سکان کشتی در دست شماست. میگه که در محافل سیاسی واشنگتن، آها یه دوستی مقاله طولانی برای من فرستاد در رابطه با این سفر داماد ترامپ عقب افتاده به اصطلاح در رابطه با صلح فلسطین و اسرائیل. و حالا چرا من به ترامپ میگم عقب افتاده؟ چون اگر عقب افتاده و عقده‌ای نباشی دیگه در سن 70 سالگی بعد این همه کسافت بازی حالا دیگه نمیای خود در بندازی، نمیدونی چه کاری کرده دوستان تو این وایت هاوس و این دختره سارا نمیدونم چی چی هم آورده اونجا، دختر حاکبی، دو تا از این دیوانه های مذهبی، خلاصه هیچی، روزگار غریبی است. همین که میگم عقب افتاده، باور کنید عقب افتاده است. اگه بحثی دارید، مخالفتی دارید با من سر اینکه ترامپ عقب افتاده است، بیان توی مصاحبه مهمون من باشید، شما ثابت کنید که این پیشرفته است. مثل دوستانی هستن مثل خانم رکسانا گنجی، میگه شاه ایران نابغه بود. میگم خانم این چه نابغه بود؟ از اتاق خوابش خبر نداشت. چی داری میگی؟ خجالت بکش. حالا بعضی از دوستانم فکر میکنن این ترامپ نابغه است. کجاش این نابغه است؟ شخص نابخردی که پول از باباش گرفته، یه بیزینسی راه انداخته، همچین که به ضرر و زیان رسید، تمام پولای این کارگرای مظلوم آمریکا که صداشون در نمیاد، اینا رو خورد، شهر آتلانتا رو، اینجا شهر آتلانتیک سیتی اینجا رو به زباله‌دونی تبدیل کرد. این کجاش افتخاره؟ این کجاش آدم دانشمندیه؟ این کجا شدم پیشرفته ایه؟ در هر صورت این جوانک رو فرستاد که مثل بچه های کلاس چهارم صحبت میکنه، فرستاد با محمود عباس. محمود عباس هم یک ازگلیه از اون یاسر مزخرفات بدتر. خلاصه رفت اونجا گویا چنان گندی زده که حالا این دو نفر آقای تیلرسون و ماتیس مدداگ باید درستش کنن. به این دوستم گفتم این مقاله خیلی طولانیه و من وقت ندارم، اگه لطف کنید اینو به فارسی ترجمه کنید و کوتاه‌ترش کنید ممنون میشم. ایشون هم این کاری کرده، من اینجا اعلام میکنم ممنون متشکرم و میخونم. ایشون نوشته در محافل سیاسی واشنگتن از اشتباه کشورهای خلیج فارس سخن میگویند. برنامه محاصره قطر که بنا بود این کشور را از ایران دور کرده و دست نشانده عربستان کند، در نتیجه سیاست اشتباهشان با سرعت بیشتری به آغوش ایران سپردند. ترکیه با تأسیس پایگاه در قطر با ایران و روسیه و کشور محاصره شده یک پیمان غیر رسمی تأسیس امضا کردند. برنامه‌ای که میبایست نتیجه مثبت به بار آورد کاملا برعکس شده. آمریکا کوشش میکند کشورهای خلیج فارس و نزدیک به خود را یک بار دیگر در یک جا جمع کند. وزرای خارجه را برای ملاقات و بررسی بحران بیفایده و زیان‌آور در واشنگتن جمع خواهد کرد. محافل دیپلماسی عقیده دارند اگر این محاصره پایان یابد، قطر هرگز هم پیمان گذشته حتی اگر پایان یابد، قطر هرگز هم پیمان گذشته کشورهای عربی منطقه نخواهد بود. اینم از این ماجرا و ممنون از این دوستمون. و این ماجرایی هم که گفتم
اینه. حالا نمیدونم چرا این عکس راجع به تیلرسون و راجع به پسر داماد چیز بود ترامپ، ولی ترجمه که این دوستمون کرد راجع به میدلیست بود. این زیر نوشته تیلرسون و ماتیس کلینینگ اپ کوشنر میدل ایست مس. مس وقتی یه چیزی رو گند میزنن خرابش میکنن میگه هی مسلی در، یعنی گندش در. این چنان گندی زده که این دوتا دارن سعی میکنن پشت سرش تمیزکاری کنن. و اما بذارید ببینیم این یکی چیه. این یکی هم بله، وضعیت اسفبار بازیگر زن ایرانی در ترکیه. این همونی که گفتم آقای رضا پیرامون فرستاده و قبلا هم ویدیوهایی از این زنها در تلویزیونهای مختلف و یوتیوب پخش شده که اینها گفتن این تلویزیون جم ما رو فریب داده با حقوقهای به اصطلاح با پیشنهاد حقوقهای گزاف و نمیدونم شما اونجا گوینده هستی اینجا که آمدی میشی تهیه کننده چنین چنان کشوندن اینا رو ترکیه و کشورهای دیگه. حالا که اون آقای کریمیان کشته شد اینها همه یتیم شده. وضعیت اسفبار بازیگر زن ایرانی در ترکیه در پی کشتن مدیر عامل شبکه جم تی وی. بعد میگه که بازیگری که با رویای اقامت و کار و با وعده های رنگارنگ کریمیان مدیر عامل کشته شده شبکه جم تی وی راهی این شبکه شده بود، این روزها در حال تحمل شرایط اسفبار اقامت در ترکیه از طریق سازمان ملل است. درست یک سال پیش بود که خبر رفتنش در کنار خبر رفتن چند همکار دیگرش به ترکیه منتشر شد. خبری که در آن دیگه بعدش چند تا نقطه دوباره میگه چرا این دوبار سه بار نوشته من نمیدونم. اینجا نوشته یکی از بازیگرانی که به جم مهاجرت کرد پردیس افکاری بود. بعد از حضور افکاری و همسرش در ترکیه برخلاف وعده داده شده از سوی کریمیان برای گرفتن اقامت این کشور هیچ گونه اقدامی برای گرفتن اقامت آنان انجام نشده است. بازیگری که با رویای اقامت و وعده های این بالایی تمینه دستا نمیدونم دوستان، شما لابد بهتر از من میدونید، ولی اینه گول این به اصطلاح دروغ ها و وعده و وعید های بیان این ور اینجوریه اونجوریه نخورید. میگه در اینجا رسم است به نیازمندان عیدی بدهند. آخر هنگام برداشتن یک اسکناس کاری میکند که اینجا متوجه نشدم جملتون ریخته به هم که در کشورش عربستان مجازاتش دست بریدن است. میتونی بگی چرا بعد از 14 قرن و وعظ و ارشاد و مجازات سنگین هنوز مرتکب گناه میشوند؟ دوستان این سوال خوبیه که این دوستمون انجام داده. با هم این ویدیو رو تماشا کنیم. 49 ثانیه است و متاسفانه بازم ایشون دوربین رو عمودی گرفته، یا هر کسی که این فیلم رو گرفته دوربین رو عمودی گرفته. دوستان تو رو به هر کی میپرستید دوربینتون رو، یعنی تلفن‌های دستیتون رو موقع فیلم موقع عکس افقی بگیرید، عکس‌های بهتری میشه. یادتون باشه چشمان من و شما هورایزن یا افقی هستن. اگه چشممون یکیش بالا بود یکیش پایین بود اینجوری که شما فیلم میگرفتید خوب بود، ولی چشمامون توی یه خط افقن، پس باید تصویر افقی باشه. چی بگیم خدایا مردی. تفضل کل عبدو که حبایت که عشرات من بگه خد شکراتا کل عبدو بخیر بخیر باید آمین باید زخیر. سلام علیکم کل عبدو بخیر عيدك مبارك كل عام وانت بخير. عيدية من وين انت؟ من اليمن. من اليمن ونعم والله الله يجعل اوضاعكم تستقر يا رب. وهذه 10 ريال لك. يا حليل هذا واحد. السلام عليكم كل عام وانتم بخير. دونك التراويح طيب خذ لك 10 ريال وخذ لك شكرا تعال. خب میبینید که این آقایی که داره عیدی میده به بچه ها به هر کدومشون یه پول میده، یه چیزی هم مثل شکلات عسل هرچی، ولی به نظر من این نباید دزدی حساب بشه.
چون سبد رو گذاشته جلوش و بهش هم میگه ایدی و بردار. حالا اون دیگه زیاد برداشته، مگر اینکه به عربی بهش گفته باشه یه دونه بردار، و اینه دیگه، این ذات بشر هست. و اما میگه من نمیفهمم نمازها در روزهای حج در مسجد الحرام اطراف کعبه جدا اجرا نمیشه، این کار در مصر تکرار میشه، فقط بعدش میرقصن. نمیفهمم معیارها چرا اینقدر متغیرن، کسی هست که شرح بده؟ حالا من براتون میگم چرا. ببینید میگه اینجا کنار هم وایسادن، زن و مرد دارن نماز میخوان، اینایی که مسلمون هستن و از من و شما هم زودتر مسلمون شدن و جدشون مسلمون، ولی ببینیم دیگه با هم. هم دارن میرخصن و من شنیده بودم که تو کشورهای عربی وقتی روزه میگیرن بعد شبا تا صبح میزنن و میرخصن انقدر که تمام روز میخوابن و احتیاجی به کار و اینها نیست، و اینه که با اون گرما میتونن روزه بگیرن. میگه که درست تبلیغاتیه، ولی برای اولین بار پس از جنگ داخلی بشار الاسد برای نماز عید به شهر حما رفت. بعد از نماز با خانه و بچه‌هایش به خانه مردم رفت. او مانند شاه ادعای برتری خون نمی‌کند. این رو هم ببینیم. بشار اسد چند هفته پیشم یا دو هفته پیشم یه ویدیو من نشون دادم که آمده تو خیابون، اتفاق مثل که همین دنباله همین بود، با شلوار لی و اینها هم هست. ببینید شاه هم یه عکسی داره با فرح رفتن توی یکی از این چادرای عشایر، و همونجا هم اینا بلد نبودن چیکار کنن، مثلا حتی شعور نداشت که اونجا که میری باید کفشت یا پوتینت رو در بیاری، و با پوتین و کفش رفته بود نشسته بود رو فرشی که مثلا مهمترین دارایی اینها تو این چادر همین فرش بود. بماند در صورت این دیکتاتور که میشی دوستان، دوباره دوستان ببینید اینجاها، ببینید اینا خالیه، این اگر دوربینشون رو از این وری گرفته بودن درست میشد. دوستان دوربینای فیلم چیتون و تلفوناتون رو برای عکس گرفتن عمودی نگه ندارید. میدونم ساده تر یه دستی میتونید بهتر بگیرید، ولی یکم تمرین کنید، همون افقی هم که میگیرید عکس های خوب، فیلم های بهتر، و خودتون تفاوتش رو خواهید دید. بفهم دارم با سرعت میزنم، این میره جلو. بله همونجوری که این دوستمون گفت، این بیشتر جنبه تبلیغات و اینها داره، و نمیدونم والا من اینقدر خبرهای راست و دروغ درباره سوریه شنیدم که آدم نمیفهمه کدومش راست کدومش دروغ. همین الان تو تلویزیون‌های آمریکایی داره میگه سوریه داره آماده میشه برای حمله شیمیایی، که مگر این بشار اسد هرچی دیوونه باشه. و از اون برم آقای ترامپ میگه که ما حمله میکنیم، و این همون ترامپیه که دوستان میگفتن آقا ترامپ که میگه جنگ نباشه شما بدت میاد ازش. میگم آقا خانم من میدونم این دروغ میگه، این پدر سوخته. ببینید رفت عربستان سعودی، این همه پول یه عکس خوبی هست بذارید بهتون نشون بده، یه عکس خوبی هست ایران نوکلیه. بفرم این عکسه الان ماجرای به اصطلاح زندگی روز و آمریکاست، که سیاست دولتایی که ببینید آمریکا که دیگه صنعت ماشین سازی و ایناش نمیتونه رقابت کنه با کره و با ژاپن و این، درسته؟ تنها صنعتی که براش مونده اسلحه سازی. اسلحه هم باید اول ترس به وجود بیاری،
تو همین آمریکا به مردم بگه ببین تو پلیس بخواد بیاد خونه شما 12 دقیقه طول میکشه، تو 12 دقیقه دزد شما رو کشته، چیات هم برده، بهتره بیای یه اسلحه بخری. اینو داشته باشید. این همین سیاست رو تو دنیا ببینید، این آمریکا این انکل سام آمریکا زیر از این چیزا گذاشته باد میکنه. ببینید این لوله بادیش رفته تو ایران، آقای خامنه ای یا این شیخ ها، این هی باد میکنه روی میزم، دیگه احتیاج به توضیح نداره، روی میزم اسلحه های متفاوت و مختلف گذاشته، بعدم از این و شیخ ها رو نشون میده که با سرعت دارن میرن پولاشون رو میدن به این، اینم خوشحال و خندون. ببین اینا وحشت زده اینو بزرگ کرده، ولی این یک مترسک، یه عروسک بادیه و این درست داستان آمریکاست، نه چیزی کم نه چیزی زیاد. همین خانم نیکی هیلی، این یه زن به قاعده‌ای بود، منطقی بود، احمق از روزی که رفت جزء سیستم ترامپ شد اصلا نمیدونی، هی میاد میگه ایران بمب داره، ایران فلان داره. اولا که نداره، دوباره داشته باشه، مگه این همه کشور داره هر روز بمبازی میکنن؟ ایران یه آفتابه نتونسته بسازه به قول خودتون. اینم از این ماجرا. دوستان میخواین وزن کم کنید، یه فیلمی سالها پیش دیدم، بیکمان وردی خدا رحمتش کنه، این بکسور بود، بعد معتاد شد و اینها، بعد همسرش و دوستاش تصمیم گرفتن کمکش کنن و به اصطلاح ورزش و اینها، و یادمه که مثلا خانمش با ماشین رانندگی میکرد، این باید با سرعت ماشین میدوید و اینها. حالا شما اگه میخواین وزن کم کنید، به نظر میرسه این روزا که همه ماجرا سر پول و این چیزا دور میزنه، بهترین روش اینه. ببینید من اینو براتون بیارم اینجا، این پسر کپول. راستی توپول و کپول چه فرقی با هم داره؟ فکر کنم کپول اونیه که قدش هم کوتاه بود، قد کوتاه و توپول با هم مخلوط میشد میشد کپول. این آقا نشسته توی اینجا میگن ترانک، توی صندوق عقب ماشین، احتمالا مادر این بچه داره رانندگی میکنه و این باباش هم پول گرفته دستش. حالا ببینیم چه کار میکنه. خب حالا این بیچاره چاق هم هست، شما بهش سنکوب ندی، روش های خیلی عاقلانه تر از این هست. اولا خود شما اینو چاقش کردین، بعد میتونید با روش های ورزش و نمیدونم رژیم خوراک و اینها درستش کنید. خیلی ها نفرین کرده و مرگ دیگران را میخواهند. این دوستان همین چیزی که من گفتم، آیا شخص قادر به تضمین عمر خود میباشد؟ این خانم به این سادگی درگذشت. به نگاه های پریشانش توجه کن، همه در این موقعیت هستیم، کاش با درک این حقیقت آدم بشیم. مغز انسان گوینده زن پاکستانی. اینو ببینیم با هم. بله، دختر به این جوانی ولی استرس، نگرانی، و با هم این خانم را اینجا بهتون اینجوری نشون بدم که خب پاکستانی حرف میزنه. حالا اینو خدا رحمت کنه، ولی اون برنامه پخش برنامه و اینا خیلی جالب بود. اولا این خانم چون افتاد وزن اون چیزه به هم خورد و اون آقایه رو دیدید که چجوری کشید بالا، بعد حتی پشت سر این خانمه نشون میداد یه چیز پاره‌ای گذاشتن، یه صندلی پاره، و اینم
پاکستان و اینها که همش میخوان تقلید کنن، مثل اینجا که گزارشگر میره یه جای بالا ولی اینها وسیله ندارن. شاید خود همین مثلا خانمه از ترس ارتفاع، ولی به خاطر که کارش نگه داره مثلا چیزی نگفته، یا شاید مریضی هم داشته. میخوان یه بار دیگه بهتون نشون بدم، این بار ببینیم اگر بشه اینجوری. بله کامرای سه اینم خاموش که تاریخ و اینها نیاد. یه بار دیگه ببینید بنده خدا سراتی داداد زادادی تایریه داملی دی هبای راستان بانجوریه تقلیدشان بر باد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. دوستان عزیز ساعت 3:46 دقیقه است، ولی گفت این دفتر ما هنوز به پایان نرسیده. این آقای مهران صدری میگفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. عکس برج ایفل پتیک رو نشون دادیم، پیامش رو پخش کردیم، ازش تشکر کردیم. و اما امروز یه نفر یه شعر یه آهنگی رو برای من فرستاده بود، ممنون از ایشون، فکر کنم آقای سهیلی بود، که شعر کوچه فریدون مشیری با صدای روحانگیز. مشیری ها شیرازی هستن، حالا فکر کنم اون آقای فریدون مشیری هم اون شاعر شعر کوچه و اون گرگ و اینها اونم شیرازی بود. اجازه بدید با هم این آهنگ رو بشنویم 4-5 دقیقه و من هم یک جرعه آب بنوشم به سلامتی شما. صبر کنید این تصویر رو درست کنم. بله گفت چی؟ بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشت. میبینید صدا چی؟ اینم صدا. مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیر به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم، در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید.
دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم، رفت در ظلمت شب آن شب و شبهای دیگرم، نگرفتی دیگر از آشنا آزرد خبر، نکنی دیگر از آن چی بزرم. تو اما به چه حالی به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم، من از آن کوچه گذشتم. از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جان وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم، در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، خب دوستان عزیز، اگر لذت بردید که خیلی خوشحالم، و اگر هم لذت نبردید یه چیزی اشکالی توی وجودتون هست. در صورت صدای این خواننده منو به یاد صدای خانم حمیرا انداخت. حمیرا خواننده‌ای که خیلی سنگین رنگین خوند تا زمانی که دوست داشت، بعدم خیلی سنگین رنگین بازنشست شد و رفت کنار. خانم بسیار خوبی هست خانم حمیرا، ولی این خانمی که اینو خوند خانم روح‌انگیز بود. و اما بله، اون دوستی هم که پیغام گذاشته بود درباره بیمه که گفتیم، و جالب اینه که سالت لیک، این دریاچه نمک، و تو شیراز هم یه دریاچه نمکی داشتیم نزدیک پلفسا اگه اشتباه نکنم، که حتی اون موقع با الاغ و اینها میرفتن نمک می آوردن میفروختن دم در. ببخشید دوستان، در دوره شاه ما تمام جاده ها آسفالت، ماشین، با هواپیما میرفتن، از شیراز با هلیکوپتر میرفتن پلفسا از دریاچه نمک، نمک بار میزدن می آوردن در خونه ها. میگه سالت لیک آن مرنجاب دزرت، میگه در کویر مرنجاب در ایران، the biggest salt desert in the world is in ایران، میگه بزرگترین دریاچه نمک در دنیا توی ایران واقع شده. البته دوستان به این چیزایی که ایرانی ها میگن و من پخش میکنم اصلا اطمینان نکنید، چون میدونید که ما همش اهل قلوب بوده و هستیم، به امید روزی که قلوب رو کنار بذاریم. قلوب همون دروغ، وقتی من یه تومن داشته باشم به شما بگم 10 تومن دارم دروغ گفتم. و اما اینم برای دوست خوبمون خانم نیه که هرچی ما میگیم خواهر جون از موقعی که ترامپ اومده بفهم، بعد ایشون میگه نه از موقع کارتر. خانم کارتر یه آدم سردوستی بود، کارتر یه آدمی بود که دنبال حقوق بشر بود، با وجودی که از یه منطقه‌ای تو آمریکا اومده بود، از آتلانتا، که همه تندرو و ردنک و اینها هستن. ببینید
اخبار جهان اویرو نیوز اینجا گفته ترامپ دیدگاه مردم جهان نسبت به آمریکا را منفی کرده است. در صورتی که باید مینوشت منفی تر کرده، چون مثبت نبود. من یادم چند سال پیش یکی میگه این روزا دیگه الان اگه وقتی هم میریم خارج دوباره باید بگیم ما ایرانی هستیم، چون اگه گفتیم آمریکایی هستیم چی میگن فوش فضیحت بدتر میشه. اینجا هم نوشته نتایج تحقیقات یک مؤسسه نظرسنجی نشان میدهد عملکرد دونالد ترامپ در جایگاه ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا اثر مخربی بر تصویر این کشور نزد مردم دیگر کشورها بر جای گذاشته است. مؤسسه پیو یا بیو یا بایو روز دوشنبه با انتشار این چرا اینجوری شد؟ میگه زمان فیسبوکتون دیگه خیلی زیاد شده، روتون زیاد کرده. در صورت میگه تنها شهروندان روسیه و اسرائیل حس بهتری به دونالد ترامپ دارن تا باراک اوباما. خب دوستان عزیز، همینجا اجازه بدید از شما خداحافظی کنیم و بریم دنبال کار و کاسبی. اگر کسی مایل بود حمایت کنه از تلویزیون مردم خوشحال میشیم، ولی اینجا میخوام یه خواهشی بکنم از کسانی که به اصطلاح امکانات مالی دارن ولی حمایت نمی کنن. میخوام ببینم دلیلشون برای حمایت نکردن چیه. اگه لطف کنن ایمیل بزنن usa.sorby@gmail.com یا توی فیسبوک قسمت خصوصیش پیام بنویسن ممنون میشم. ما بالاخره یه چیزی یاد بگیریم، چه آدم هایی هستیم که یه جایی یه آبی گذاشتن مجانی، ما تشنمونه میایم میخوریم ولی حاضر نیستیم فردا یه لیوان آب، یه لیوان، یه بشکه آب برای دیگران همونجا بذاریم. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. برنامه صبحی با مردم همیشه دوشنبه هر روز، دوشنبه ها، چهارشنبه ها، جمعه ها است. سعی میکنم دوشنبه آینده که میشه سوم جولای هم به شما استراحت بدم هم خودم استراحت کنم، چون اینجا 4th of July روز استقلال آمریکا است، روزی که آمریکا از یوغ سلطنت انگلستان خودش رو به اصطلاح آزاد کرده و رهانیده. و فکر کنم اول جولای هم توی کانادا روز کانادا است. اونا چرا روز استقلال رو میگیرن؟ لابد میخوان از آمریکا عقب نباشه. دوستان عزیز، روز روزگار و شما خوش. اگر چیزایی که گفتم مورد پسندتون بوده حمایت کنید این بلنگو، این پایگاه باز باشه برای دیگران. اگه چیزایی که گفتم ناراحت شدید یکم فکر کنید ببینید چرا ناراحت شدید. سوربی عوضی میگه، دروغ میگه، یا اینکه اینها اشکالاتی هست که در وجود شما هست و سوربی و تلویزیون مردم شدن آینه‌ای که چهره شما رو نشون میدن. بعد یادتون بیاد به این شعر، آینه چون نقش تو به مود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. روز روزگار و شما خوش.